ماه جولای سال 2022 میلادی مصادف با 18 تیر ماه 1400 خورشیدی، جلسه این ماه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران رأس ساعت 18:01 به وقت اروپای مرکزی آغاز می کنیم. ز ورزش میاسای و کوشنده باش که بنیاد گیتی به کوشندگی است. امروز در خدمت 5 عزیز سخنران هستیم که اسامی و موضوعات سخنرانی اونها رو براتون اعلام میکنم. در بخش اول در خدمت آقای مهدی کریمی هستیم با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در خرداد ماه 1401. بعد از ایشون آقای امیر حسین کریمی بررسی کنوانسیون بین‌المللی ضد شکنجه و رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو برامون انجام میدن و سپس آقای داوود لطفی با موضوع دخالت سیاسیون در ورزش سخنرانی میکنن. بعد از ایشون آقای مصطفی گودرزی مجد درامیختگی دین و ورزش را برامون میگن و در بخش پایانی سخنرانی ها هم بانو شهلا شاهسونی در مورد ممنوعیت های ورزشی در ایران ما را آگاه می کنند. و طبق تمام جلسات در بخش پایانی جلسه هم بحث آزاد داریم با موضوع حق پرورش که به مناسبت روز جهانی جمعیت در نظر گرفته شده که خوشحال میشیم در این بخش ما رو همکاری کنید با ما. این جلسه از طریق فضای مجازی زوم و همچنین در فضای یوتیوب و تلویزیون کانال بشریت که در اپلیکیشن مخصوص کانون دفاع از حقوق بشر در ایران هست نیز همزمان پخش میشه. ضمن تشکر از عوامل اجرایی برنامه، منشی و آدمین های عزیز و همچنین گروه ضبط و صدا و تدوین و ضمن گرامی داشت یاد و خاطره دانشجویانی که در حادثه 18 تیر 1378 در کوی دانشگاه به دست نیروهای سرکوبگر دولت جمهوری اسلامی مورد شکنجه واقع شدند و یا جانهای عزیزشون را از دست دادند، به سراغ سخنران اول آقای مهدی کریمی میریم با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در خرداد ماه 1401. آقای مهدی کریمی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. درود و عرض ادب و احترام خدمت همه همکاران محترم و تمامی عزیزان مهمان در جلسه. امروز در خدمتتون هستم با مهمترین اخبار ورزشی ماه گذشته خرداد ماه 1401 و گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران. اولین خبر، زنان اجازه حضور در ورزشگاه آزادی را یافتند برای مراسم سلام فرمانده. حضور زنان و مردان در مراسم همخوانی سرود موسوم به سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی تهران، خبرگزاری‌های ایران 5 خرداد ماه از برگزاری مراسم تحت عنوان سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی تهران با حضور بی سابقه زنان و مردان در کنار هم خبر دادند. عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که اغلب جمعیت زنان حاضر در ورزشگاه آزادی در روز پنجشنبه را افراد محجبه و غیر محجبه تشکیل می‌دهند که به شکل خانوادگی و همراه با همسر و فرزندان خود برای شرکت در مراسم یادبود قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین شاخه برون‌مرزی سپاه موسوم به نیروی قدس، در جایگاه تماشاگران دیده می‌شد. اعلام این خبر آن هم در شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی با توجیه‌های مختلف از جمله محدودیت‌های شرعی و یا نبود زیرساخت‌های کافی و مناسب در ورزشگاه‌ها از حضور تماشاگران زن جلوگیری می‌کند، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. متأسفانه این مراسم هم مصادف بود با 3 روز بعد از فاجعه ساختمان متروپول. زمانی بود که
عزیزانمون تو شهر آبادان همه عزادار بودن، یعنی کل ایران عزادار بودن. منتها این سلام فرمانده همه رو کشون توی به قول معروف ورزشگاه آزادی و اونجا جشنی به پا کردن و تقریبا میشه گفت دهنکجی بودش به دیگر مخالفان سیستم. آقای علی کریمی یه توییت زده بود به قول معروف بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در توییتر خود نسبت به فرو ریختن ساختمان متروپول و رویدادهای اخیر ایران واکنش نشان داد. او نوشت با کشتی سانچی غرق شدیم، با پلاسکو سوختیم، با هواپیمای 752 سقوط کردیم و با متروپول ویران شدیم. من چه گویم که غریب است دلم در وطن. علی کریمی پیش از این نیز در صفحات مجازی و مصاحبه‌های رسانه‌ای خود نسبت به رویدادهای سیاسی و اجتماعی واکنش‌هایی نشان داده بود. سال 1398 و ساعاتی پس از افزایش قیمت بنزین در صفحه اینستاگرامی خود نوشت سفره‌ها با بوی بنزین جان گرفت. کریمی پیش از این حمله تند به محمد جواد ظریف داشت، زمانی که ظریف ادعا کرده بود که تحریم‌ها هیچ تأثیری روی مردم ایران نداشته، در اینستاگرام خود به او واکنش نشون داد و نوشت کدوم ما؟ مای ما یا مای شما؟ واکنش های قبلی آقای علی کریمی و آقای بوریا غفوری در سال 1397 منجر به تهدید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شد که گفته بود ورزشکاران به یاد داشته باشند امنیت خود را از کجا آوردند. این خبر هم از کنم مغایر است با حق مسئولیت به جامعه ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر. آیا مصطفی آجرلو رئیس آینده فدراسیون فوتبال است؟ پس از قطعی شدن برکناری شهاب‌الدین عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال، گمان زنی ها در مورد انتخاب رئیس بعدی فدراسیون فوتبال ایران آغاز شد. عزیزی خادم با تصمیم اولیه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال عزل شد. طبق اساسنامه دو سوم اعضای مجمع فدراسیون فوتبال باید رأی به برکناری او میدادند، اما در فاصله 48 ساعت پیش از آغاز مجمع کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی کمیته اخلاق مبنی بر محرومیت دو ساله او را ابلاغ کرد. به این ترتیب مجمع فدراسیون فوتبال نتوانست رأی به بقا یا عزل عزیزی خادم بدهد. معادله ریاست بر فدراسیون فوتبال زمانی پیچیده می شود که به یاد داشته باشیم داریوش مصطفی رئیس پیشین کمیته استیناف در صدا و سیمای حکومتی ایران ادعا کرده بود سازمان اطلاعات سپاه در کنار گذاشتن شهاب‌الدین عزیزی خادم نقش مستقیمی داشته. معادله های کنونی برای انتخاب رئیس آینده فدراسیون فوتبال هم به گزینه ای از سپاه پاسداران میرسند. رئیس احتمالی آینده فدراسیون فوتبال کیست و جدی‌ترین گزینه که پس از برکناری شهاب‌الدین عزیزی خادم از ریاست فوتبال، ریاست فدراسیون فوتبال برای جانشین او مطرح شده آقای مصطفی آجرلو هستند. سردار آجرلو هم اکنون مدیر عامل باشگاه استقلال هستند، اما پیش از این حضورش در ورزش را به عنوان یک فرمانده سپاه آغاز کرده بود. مصطفی آجرلو از سال 69 تا 10 سال بعد که با دستور مستقیم محمد باقر قالیباف فرمانده وقت نیروی انتظامی کشور و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی از سپاه به نیروی انتظامی منتقل شد. پست های مانند معاونت تربیت بدنی سپاه پاسداران، ریاست هیئت فوتبال نیروهای مسلح و مدیر عامل باشگاه مقاومت سپاه را به عهده داشته. او زمانی چهره شد که با حکم مستقیم محمد باقر قالیباف مدیر عاملی باشگاه پاس تهران مهمترین مجموعه ورزشی وقت نیروی انتظامی را به دست آورد و مدیر عامل اون شد. سردار آجرلو با باشگاه پاس به قهرمانی لیگ برتر رسید و اما نحوه مدیریت او یکی از قدیمی ترین باشگاه تاریخ فوتبال ایران را به سمت نابودی خرداد 1386 باشگاه پاس به دستور محمود احمدی نژاد به همدان منتقل شد.
پس از پایان داستان پاس، مصطفی آجرلو به سازمان ورزش شهرداری تهران رفت تا پیش از آغاز دوران شهرداری محمد باقر قالیباف نهادی به نام سازمان ورزش در دل شهرداری تهران، البته اون موقع وجود نداشت، و اینو درست کرد. این سازمان را شهرداری وقت برای سردار مصطفی آجرلو بنا کرد. پرونده املاک نجومی پرونده است که مبتنی بر گزارش سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران در زمان محمد باقر قالیباف خبر می‌داد. طبق گزارش املاک نجومی، آجرلو زمینی در محله دربند تهران را با 50% تخفیف به قیمت 520 میلیارد تومان خریداری کرده بود. مصطفی آجرلو مرداد 1389 وقتی مدیر عاملی باشگاه استیلازین را به عهده داشت، علی کریمی کاپیتان این تیم را به دلیل روزخاری در ماه رمضان از این باشگاه اخراج کرد. او در گفتگویی که توسط عادل فردوسی پور در برنامه 90 پخش نشد، علی کریمی را منافق خواند. خرداد 95 مصطفی آجرلو که به عنوان مدیر عامل باشگاه تراکتور منصوب بود، در نخستین تصمیم مدیریت خود قرارداد اولیه با آرزاداد هاروبیان، ملی پوش با سابقه و ستاره ملی ارمنستان، با باشگاه تراکتور را فسخ کرد. او در بیانیه نوشت: برای وحدت آذری‌ها یه عزیز کشورم به شدت معتقدم پیوستن یک بازیکن ارمنی میتواند اتحاد میان ترکان را تهدید کند و به همین دلیل قرارداد با ایشون منتفی قرار خواهد انجام دادن. مصطفی آجرلو بیش از 2 سال مدیر عامل باشگاه تراکتور تبریز بود، باشگاهی با پیراهن و پرچم قرمز رنگ. اما اسفند 1400 به عنوان مدیر عامل استقلال در مواجهه با خبرنگار خانومی که روکش میکروفونش قرمز رنگ بود، روکش میکروفون او رو کند و به زمین پرت کرد. خبر آنلاین رفتار آقای مصطفی آجرلو رو با توجه به سوابقش پوپولیستی دانست و سپس در انتخابات سال 99 بار دیگر تلاش کرد به ریاست فدراسیون فوتبال برسد، اما این بار از 87 رأی در مرحله نخست تنها 18 رأی کسب کرد و در مرحله اول انتخابات حذف شد. به نظر میرسد که او این بار با تکیه بر پشتوانه‌اش در سپاه و محمد باقر قالیباف نفوذ هر دو بر فدراسیون فوتبال در آستانه رسیدن به آرزوی دیرینش هستش. اینجا هم به قول معروف نقض امنیت کار در ماده 22-23 حق امنیت کار رو ملاحظه می‌کنیم و حق امنیت اجتماعی در این خبر مشهود هستش. ملی پوش وزنه‌برداری اعلام کرده هر کسی اعتراض کنن به او انگ می‌چسبانن. محمد زارعی گفت هر کسی اعتراضی کند به او انگ می‌چسبانن و در تلاش هستن که مطالبات وزنه‌برداری را به حاشیه بکشانم. ملی پوش وزنه‌برداری ایران در گفتگو با ایسنا درباره شرایط اردو تیم ملی که باعث شد وزنه‌برداران تصمیم به ترک اردو بگیرن رو بیان کرد: من اولین دوره‌ای که در اردو تیم ملی نوجوانان حضور پیدا کردم همزمان با رفتن مرادی و آغاز به کار بهرام افشارزاده بود. در آن موقع شرایط خوبی داشتیم، حتی یک هالتر را به مدت طولانی در تیم ملی استفاده نمی کردیم و بعد از 1 سال برای استانها می فرستادن و هالترهای جدید در اختیار ملی پوشان قرار می دادن. اردوهای داخلی در بهترین شرایط و مطابق با شرایط آب و هوای کشور میزبان مسابقات برگزار می شد. نفراتی چون من، مجید عسکری، کیانوش رستمی، جابر بهروزی در رده نوجوانان و نواب نصیر شلال و بهداد سلیمی رده جوانان بودند. این نفرات سالها مدال‌آوری کردن و رفته رفته هر چی جلوتر رفتیم شرایط بد شد. در این مدت وزنه‌برداران بودند که به دلیل کوچکترین انتقادی که داشتن مورد خشم فدراسیون قرار گرفتن و کنار گذاشته شدن. امکانات چه در تیم ملی و در چه در استانها در وضعیت بدی قرار گرفته و شرایط به گونه‌ای شد که امکانات در باشگاه‌های شخصی که من
تمرین میکردن بهتر از اردوی تیم ملی بود. به هر چیزی چنگ میزنن تا مطالبات وزن بردار رو به حاشیه بکشونن. نفراتی مانند سیاپور، مقامی مالمیر و باقری چرا رفتن از فدراسیون؟ و اونا هم مدال گرفته بودن که با استفاده از آن آیا باج گیری کنن. او در ادامه اعلام میکنه اینکه فدراسیون حقوقی را پرداخت نمیکنه، من ورزشکار از کجا هزینه های زندگیم را تامین کنم؟ در زمان تمرینات پرفشار 10 میلیون تومان هزینه داره و زمانی هم برای کار کردن ندارم. پدر و مادرم کار کنن و برای من هزینه کنن که من در تیم ملی بتوانم مقام بیارم. پس فدراسیون چه وظیفه‌ای داره؟ اگر شرایط همین است، تیم ملی رو تعطیل کنند و هر کسی در خانه خودش تمرین کنه و در نهایت یک رکورد گیری کنند و نفرات رو اعزام کنند. با بودجه که کمیته ملی المپیک داده است میتوان نیازهای اولیه اردو رو تامین کرد. پس آن بودجه چه شده است؟ درآمد حاصل از اجاره سالن مسابقات برای برگزاری کنسرت ها چه میشه؟ چه اقداماتی برای جذب اسپانسرهایی که تو این سالن های مسابقات هستن انجام میشه؟ این خبر هم مغایرت داره با ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 23 حق امنیت کار. برکناری غیر فوتبالی خانم مریم ایران دوست رو داشتیم در ماه گذشته 23 خرداد ماه. مریم ایران دوست در صفحه اینستاگرامی شخصی خودش از خداحافظی اجباری خود از سرمربیگری تیم ملی فوتبال زنان ایران نوشت. تاریخ یک بار دیگر برای مریم ایران دوست تکرار شد و دوباره به دلایل غیر فنی او را از سرمربیگری تیم ملی کنار گذاشتن. سرمربی تاریخ ساز تیم ملی فوتبال زنان فعلا از گفتگو با رسانه ها خودداری کرده، اما گفته میشه برکناری سرمربی تیم ملی زنان ایران به دستور نهادهای بالادستی انجام شده. بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران و فعالان این حوزه بر این باورند که برکناری او یعنی شروع مجدد دوران افول تیم ملی فوتبال زنان ایران. اگر بخوایم این نگاه کوتاهی به کارنامه خانم ایران دوست داشته باشیم، مریم ایران دوست بازیکن تیم ملی زنان ایران بود، سپس به سرمربیگری تیم ملی رسید. او طی سالهای 1386 تا 1393 با فدراسیون فوتبال همکاری میکرد. مریم ایران دوست با تیم زنان ملوان به عنوان مربی و بازیکن توانست یک عنوان قهرمانی و 7 نایب قهرمانی در لیگ برتر فوتبال زنان کسب کنه. او پس از کسب قهرمانی بهترین مربی کشور در سال 1387 شد و پا به فعالیت‌های عرصه ملی گذاشت. ابتدا کمک مربی زیر 16 سال بود و سپس بعد سرمربیگری همین تیم هم رسید. سال 89 کمک مربی تیم ملی بزرگسالان در مسابقات غرب آسیا شد. همون سال کمک مربیگری تیم المپیک نوجوانان و جوانان را به عهده گرفت. در ادامه روند صعودی و پیشرفت را ادامه داد، به نحوی که از سال 90 تا 93 سرمربیگری تیم ملی بزرگسالان ایران شد. عرض کنم خدمتتون که ایشونم راحتی از مقامات بالا دستور دادن که به فدراسیون کنار گذاشته بشه. این خبرم مغایرت هست با ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 23 حق امنیت کار. خبرها خیلی زیاده، از عزیزان خواهش میکنم به سایت قانون، سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکار مراجعه کنن و از خبرهایی که در این حوزه به قول معروف در سایت گذاشته میشه مطالعه بفرمایید. خیلی ممنون از حسن توجهتون. من اینجا پایان میدم به عرایزم و اینکه خوشحال شدم در خدمتتون هستم.
تشکر جناب آقای کریمی، ممنون که گزارشات نقض خرداد ماه رو با ما به اشتراک گذاشتیم. بله متاسفانه گزارشات نقض توی ایران انقدر زیاد روزانه که حالا توی جلسه کوتاهی که ما داریم متاسفانه نمیتونیم همش رو عنوان کنیم. دوستان اگر که سوالی یا نقطه نظری در رابطه با گزارشات نقض دارن من رو راهنمایی کنین که مایک رو براتون آزاد کنم، اگر نه که سخنران بعدی آقای امیرحسین کریمی با بررسی کنوانسیون بین‌المللی ضد شکنجه و رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز و مقایسه اون با قانون اساسی براشون مایک رو آزاد می کنم که عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی همکاران عزیز حاضر در جلسه. امروز با سخنرانی در مورد کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز در خدمت شما عزیزان هستم. اساسا شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسانی تلقی میشه. مجمع عمومی سازمان ملل این عمل را محکوم و حقوق بین الملل و همچنین حقوق داخلی کشورها آن را منع نموده است. امروز شکنجه در حقوق بین الملل به عنوان یک جرم بین المللی شناخته میشه و کنوانسیون منع شکنجه مصوبه سال 1984 سازمان ملل و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بر جرم بودن آن تاکید میکنه. بر این اساس هر شرایطی چه در یک محیط محدود از نظر مکانی مانند زندان و یا یک کارخانه و چه در یک محیط بزرگتر که میتواند یک محله یا یک شهر باشد، هر گونه دخالت از سوی صاحبان قدرت در این مکانها و در جهت ممانعت از دستیابی به نیازهای اولیه انسان میتواند شکنجه و آزار تلقی بشه، حال چه شکنجه جسمی باشه یا شکنجه روحی که بعضن از آن به عنوان شکنجه سفید نام میبره. من متن ابتدای این کنوانسیون رو براتون میخونم و بعدش میپردازیم به مقایسه با جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و رفتارهای جمهوری اسلامی. کنوانسیون منع شکنجه و رفتار با مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب 10 دسامبر 1984 قطعنامه شماره 3946 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی کنوانسیون 26 ژوئن 1984. کشورهای طرف این کنوانسیون با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضای خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است، با توجه به اینکه حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است، با توجه به تعهدات دولت‌های امضا کننده منشور به ویژه ماده 55 آن که اعتلاء رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را متذکر می‌شود، با در نظر گرفتن ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر و سیاسی که مقرر داشته است هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است، با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی در حمایت از انسان‌هایی که در مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهایی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها شود، با آرزو و تلاش و تاثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهایی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره میاندازد، ما امضا کنندگان این کنوانسیون اصول زیر را میپذیریم. حالا اصول این کنوانسیون خیلی زیاد هستش، 3 قسمت داره و 33 ماده هستش، ولی در کل و خلاصه من بخوام خدمتتون عرض کنم، تمامی این قوانین داره منع میکنه و نهی میکنه از شکنجه، از اعمالی که باعث میشه یک انسان شکنجه ببینه، و حالا چه شکنجه سفید و چه شکنجه حالا فیزیکی و بدنی، و کشورها رو داره دعوت میکنه به نقض، به
اینکه به قول معروف حمایت کنن از این کنوانسیون و نقض کنن و نهی کنن کشورهایی که دارن این اعمالو انجام میدن مثل ایران. من از اصول میگذرم و میپردازیم بیشتر به اینکه آیا در کشور ایران و جمهوری اسلامی ایران چقدر این کنوانسیون داره اجرا میشه و ما چقدر شاهد این کنوانسیون هستیم و چه شکنجه هایی داره در کشورمون رخ میده. اعدام، شکنجه جسمی، روحی و روانی داره متاسفانه تو ایران رخ میده. در کشور ایران عمل شکنجه به صورت محرومیت از دستیابی به نیازهای اولیه فیزیولوژیکی، غذا، آب، هوا، بهداشت و سرپناه، در همین حال هم خشونت وحشیانه یه که تنها هدف از آن اعمال آزار جسمی و فیزیکی بر فرد زندانه بوده است اعمال میشه. شلاق زدنهای طولانی، خونین کردن سر، صورت و بدن زندانی، بیخوابی و وادار کردن به بیدار ماندن، عدم معالجه زخمهای حاصل از این شکنجه، قرار دادن در محیط هایی که میتواند سلامت اندامهای فرد رو مورد تهدید قرار بده و یا باعث مرگ این افراد بشه. همه اینا متاسفانه تو کشور ما رخ میده و با وجود اینکه شکنجه در حقوق بین الملل محکوم شده اما این عمل در ایران به طور سیستماتیک پیاده میشه. در ایران از هر نوع شکنجه جهت اعتراف گیری و یا ایجاد ارعاب استفاده میشه. طبق آمار به دست آمده از زندانیان و عدم دسترسی به وکیل و یا عدم ارتباط با خانواده و همچنین عدم دسترسی به خدمات پزشکی جز شکنجه‌ای که دولت ایران بر زندانیان اعمال میکنه و با وجود هشدارها از طرف جوامع بین‌المللی با پاسخهای دروغین و اعلام اصول فقه به معنای مجازات انجام شده زیر بار این عمل ضد انسانی رو از بین میبره. فقه هم از این جهت که مجازات حد رو ایران یعنی جوابش به سازمان ملل و سازمان حقوق بشری این هستش که ما مجازات حد رو به قول معروف داریم اجرا میکنیم و اون مجازات حد ولی خب میتونه هر مجازاتی باشه و شکنجه‌گریش رو ایران میبره زیر قوانین اسلام و اینکه با همین مجازات حد داره خیلی ها رو شکنجه میکنه که در ادامه بهش میپردازه. شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی روندیه که از بام مدرسه علوی آغاز و در دهه‌های 60، 70، 80 و 90 تکرار شد تا کشتار جوانان برومندی همچون فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان که ده‌ها سال از محل دفنشان را پنهان می‌کنند و خانواده‌هایشان را با این انتظار و حسرت آزار می‌دهند. همانند مادر سهراب، ندا، ستار بهشتی، پویا بختیاری، زینب جلالیان، نرگس محمدی، آرش صادقی، آتنا دائمی، سکینه پروانه، علیرضا گلیپور، سهیل عربی و حبیب الله لطیفی، زندانی سیاسی که محکوم به حبس ابد و صدها شیرزن و دلیل مرد ایرانی اسیر در زندانهای کشور که هر روز به بهانه تحت شکنجه قرار میگیرن و حتی از درمانهای بیماری مصری و درداکشان محرومند. فرزاد که در میان آن 5S به پاس نامه‌هایش بیشتر می‌درخشید، یکی از آنانی که رفتند و نیامدند به پیگیری درمان برادرش به تهران آمده بود و برنگشت. فرزاد زندانی بند 209 اوین از قاضی پرونده شنید وزارت اطلاعات خواستار اعدام شماست، باید آنها را راضی کنید. و متاسفانه ما شاهد این نوع شکنجه ها هستیم، این نوع به قول معروف بار روانی که این شکنجه ها داره و به شکنجه سفید معروف هستش. این نوع جمله ها، این نوع صحبت ها خیلی بیشتر هستش شاید از بار شکنجه های فیزیکی و روح و جسم تمامی زندانی هایی که به ناحق در زندان های کشور الان هستن، زندانیان سیاسی آزار میدن روزانه، نه تنها خودشون بلکه خانواده هاشون هم حتی شاهده این هستیم که آزار میدن و جلوتر بهش میپردازیم. زینب جلالیان که از سال 1386 به اتهام خروج غیرقانونی از کشور حکم اعدام و سپس حبس ابد گرفت، زنی مبارز با انبوهی از بیماری ها مثل ناخنک چشم، نوسانات شدید خونی، تب برفکی، عفونت های شدید کلیه و ریه، پوسیدگی و خرابی دندان ها توأم با درد و رنج بود اما محروم از هر گونه مداوا
و انتقال مدام از زندانی به زندان دیگر تا خانواده نیز در جستجوی شهر به شهر آواره باشند. زینب نیز بمانند فرزاد زیبا می نویسد: این نظام ریاکار و دروغ این نظام ریاکار و دروغگوست. من رو دکتر نبردن، اما برایم پرونده پزشکی درست کردن و در رسانه‌هاشون منتشر می‌کنن که زینب جلالیان رو دکتر برده ایم. دروغ محض. این نظام از انسانیت بویی نبرده. از تصاویر سال 1387 سوء استفاده کردند تا از سازمان‌های حقوق بشری را بفریبند و اذهان عمومی را و من 11 سال است در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برم. به عنوان یک زندانی سیاسی از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستم. همیشه با دردهایم کنار آمدم. این نامه بود از زینب جلالیان، زندانی سیاسی. از جمله زینب جلالیان زیاد داری، مثل شکنجه و ضرب و شتم زنان درویش در زندان قرچک، به گونه‌ای که مادر سپیده مرادی یکی از این زندانیان میگوید دخترم سپیده نمیتواند راه برود و اجازه هواخوری هم ندارد. از جمله میتوان به سپیده قلیان که از ضرب و شتم ممتد، نسبت‌های جنسی ناروا و فشارهای روانی طاقت فرسایی صحبت میکنه که ماموران حکومتی علیه او، اسماعیل بخشی و شماری دیگر از کارگران معترض را روا داشتند. از جمله میتوان به مریم صبری، آرش توکلی، ابراهیم شریفی و ابراهیم مهتری، 4 تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودند که توانستن از ایران خارج بشن و در مصاحبه عنوان کردند که در زندان‌های ایران به آنها تجاوز شده است. از این جمله میتوان به متهمان سیاسی، مدنی و عقیدتی در سلول‌های انفرادی که نوعی شکنجه سفید است، مثل نرگس محمدی، نسرین ستوده، گلرخ ایرایی و آتنا دائمی و دیگران اشاره کرد. و از جمله میتوان به تجاوزها و جان دادن‌های زنان زندانی زیر شکنجه‌ای که نه تنها به جسم آنان ضربه می‌زنند، بلکه روح، روان و حیثیت زندانیان را نیز مورد حمله قرار داده و تا آخر عمر آثار روحی و روانی آن با زندانیان هستش. مثل هدا صابر، پژوهشگر روزنامه‌نگار، ستار بهشتی، کاووس سید امامی، فعال محیط زیست، محمد راجی از دراویش گنابادی، سینا قنبری از معترضین آبان 96، وحید حیدری و چند ده تن و کسانی که همچون بهنام محبوبی که به دلیل شکنجه و عدم دسترسی به پزشک جان خودشون رو از دست دادن، جز اولین ها نبودند و تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجاست جز آخرین ها هم متاسفانه نیستند. از این قبیل میتوان به حوادث سال 88 هم اشاره کرد در کهریزک که خیلی ها جان سپردن در اونجا، خیلی ها به شدت مجروح شدن و آثار این مجروحیت ها هنوز باشون هست، مثل کور شدن، لال شدن از ترس و شکنجه و خیلی معلولیت های دیگه که دارن، که یکی از زندانیان تعریف میکرد که گاهی تراکم به حدی بود که در یک سلول زندانیان زخمی و کتک خورده روی هم ریخته میشدن و برخی به دلیل خفگی جان می باختن. همونطور شکنجه های روحی و روانی جنسی، تهدید به تجاوز فردی و گروهی تا تجاوز به انواع شیوه های غیر انسانی، تأخیر و خرد کردن اعتماد به نفس و صیانت نفس زندانی ها و همه شیوه هایی که فرد رو در مرز مرگ روحی و روانی و نهایتا ترس فرد از مرگ می کشن. هدف شکنجهگران بود این مسائل که بالاخره بترسونن و اذیت کنن این نوع زندان. این مجموعه که ذکر شد تقریبا در همه زندان ایران اعمال میشه و بیگمان همه زندانی که مورد شکنجه و آزار قرار گرفتن در چارچوب اختلال استرس بعد از حادثه هم قرار میگیرن که با کمال تأسف اختلال پایه و مقاوم که میتواند بعد از آزادی از زندان هم مجدد بازسازی بشه و همه اونا شکنجه ها و آزارها رو دوباره تجربه کنن. این مثال هایی که بنده زدم و خوندیم مثال هایی بود برای اینکه ما صحبت های جمهوری اسلامی به سازمان های حقوق بشری، خود سازمان ملل و این گونه کنوانسیون ها که میگه ما مجازاتی نداریم و از رهبر ایران گرفته خامنه ای تا تک تک اعضای مسئول در ایران، همشون تنها جوابی که نسبت به این شکنجه ها میدن این هستش که نهی میکنن این شکنجه ها رو و به دنبال پافشاری باز این هستن که ما شکنجه نمی کنیم و اگر هم شکنجه میشه در این حد نیست و اون حد هستش. ولی خب ما این مثال ها تنها شاید 1% این قضایا باشه و
هزاران هزار زندانیانی هستن که حتی ما نامشون هم نمیدونیم و ناپدید شدن یا زیر شکنجه جان باختن و ما نامی از آنها نمیدونیم و اگر هم بدونیم در این مقاله نمیگنجه که بخوایم همه رو به شرح بدیم. و ما به عنوان مدافعان حقوق بشر در اینجا با استناد به ماده 5 اعلامیه جهانی و ماده 7 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته هیچ کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای غیر انسانی و توهین‌آمیز قرار داد و همچنین با توجه به اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع، خواهان پایان دادن به هر گونه اعمال خشونت و شکنجه و توهین به کرامات انسانی و همچنین آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی میباشه. من سخنرانی خودم رو با یک بیت شعر به پایان میرسونم و این شعر خیلی در خور حال شکنجهگران و کسانی هستش که مردم ایران و زندانیان سیاسی رو هر گونه شکنجه چه از نظر فیزیکی و چه از نظر شکنجه سیفید و روحی دارن شکنجه میکنن و اون هم این هستش: هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا، آنچه این نامردمان با جان انسان میکنن. ممنونم که گوش دادید. من سخنرانیمو به پایان میرسونم. ممنون میشم اگر نقطه نظری دارید و مطلبی بود که بنده جا انداختم در مورد شکنجه یا اطلاع دارید از کسانی که شکنجه شدن و بنده جا انداختم در سخنرانی، خوشحال میشم که به اشتراک بذارید. ممنونم از شما. مایک آزاد. تشکر از شما آقای امیر حسین کریمی که جامع و کامل برای ما توضیح دادین. بله متاسفانه اینقدر اسامی و انواع و اقسام شکنجه‌ای که جمهوری اسلامی داره، حالا چه تو زندان‌هاش چه توی جامعه که به چشم دیده میشه انجام میده، زیاده که واقعا ساعت‌ها جای بحث داره که بخواد بشینیم و توضیح بدیم یا اسامی رو بخوایم فقط اعلام کنیم. متاسفانه این تازه این شکنجه‌ها رو انکار میکنن و اینقدر زیاده، حالا شکنجه های روحی و روانی که خودمون با چشم خودمون توی جامعه مثلا این روزها میبینیم که بر علیه مثلا زنان با این شیوه گشت ارشاد و نمیدونم گرفتن فعالین سیاسی، مدنی، محیط زیست، حقوق بشر، این کارا رو دارن انجام میدن. یعنی حالا هر کسی یه جوری میخواد اعتراض کنه فقط زندان و شکنجه یا زنان رو به جرم حجابشون، که یه چیز به نظر من حق ذاتیه، هر کسی حق انتخاب داره که حجابش رو انتخاب کنه، دینش رو انتخاب کنه، همه اینا رو، ولی توی متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی اجبار و حالا تحت شیوه‌های مختلف شکنجه‌های روحی و روانی دارن انجام میدن. و امیدوارم که حالا ماها بتونیم با این آگاهی رسانی، تکرار و حالا حرکات هایی که انجام بدیم، کوچکترین کاری که از دستمون برمیاد رو بتونیم انجام بدیم. حالا صدا رو به گوش سازمان های حقوق بشر، سازمان های بین المللی برسونیم. واقعا این تنها کاریه که شاید فعلا از دست ما برمیاد. ممنون از شما. دوستان و همکاران، اگه کسی، خانم شاهسوانی بفرمایید. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه همکاران. من میخواستم اشاره کنم به کولبرا و سوختبرا که نه تنها خودشون بلکه خانواده هاشون در رنج و عذابن و همونطور که آقای کریمی گفتن در تعریف شکنجه فقط شکنجه جسمی نیست بلکه شکنجه روحی و روانی هم اضافه میشه. و یه اشاره بکنم به بیماری سر که جدیداً توی زندان قرچک برامین شایع شده. این بیماری اسم دیگرش بیماری فقره، یعنی زمان سابق فقط افرادی که خیلی فقیر بودن سر میگرفتن. حالا شما تصور کنید تو زندان قرچک برامین و سایر زندان‌ها چه وضعیت وحشتناکی هست که من خوندم 40 نفر شایدم بیشتر از زندانیان دچار سل شدن. خب قطعاً تغذیه درستی ندارن، قطعاً تهویه مناسبی ندارن، شرایط زیست
خوبی ندارن که به این بیماری که الان سالهاست در کشورهای دیگه ریشه‌کن شده، شاهد این بیماری وحشتناک هستیم در زندان قرچک ورومین که درمان بیماری سل هم فوق‌العاده سخت است. متاسفانه خیلی هزینه بر و خیلی زمان بره که یه شخص دوباره سلامتی خودش رو به دست بیاره. ممنون از فرصتی که به من دادید. تشکر از شما خانم شاسوانی عزیز. بله متاسفانه وضعیت زندان ها توی ایران اصلا شرایط خیلی خیلی نامناسب. حالا یه نمونش چیزی بود که شما عنوان کردین، حالا خیلی زندان ها اصلا هستن که توی اخبارهایی که ما دنبال میکنیم واقعا یعنی یه جورایی که اصلا زبان از گفتنش قاصره، یعنی یه شیوهایی که فقط واقعا وقتی آدم میخونه فقط واقعا مو به تنش سیخ میشه. خیلی وحشتناکه و نمیدونم این ارگان های حقوق بشری که حالا عنوان میکنن که نظارت دارن واقعا کجا و چرا هیچ کاری حداقل برای زندان ها انجام نمیدن، چون متاسفانه مسئولان ما که انکار میکنن فقط، یعنی میگن ما اصلا این کارا رو انجام نمیدیم، همه چیز گل و بلبله و کاری از دست نمیدونم مردم هم تا اعتراضی میکنن یا حرفی میزنن فقط سرکوب میشن. بله من مایک رو برای خانم شاهسوانی باز میکنم، بفرمایید. البته ناگفته نمانه سازمان‌های حقوق بشری همین چند روز پیش من باز داشتم میخوندم در رابطه با صدا خدیرزاده و نرگس محمدی بیانیه میدن که اینا رو هرچه سریعتر آزاد کنید، شرایط خوبی براشون فراهم کنید. اون خانومی که تازه زایمان کرده سزارین شده با بچهش که در معرض سوء تغذیه است، خب هی اعلام میکنن که اینا رو آزاد کنید، در کنار خانواده هاشون باشن یا حداقل شرایط بهتری تو زندان براشون آماده کنید، حالا چه از نظر تغذیه خودش چه بچهش دیگه. ولی خب کو گوش شنوا. ممنون. تشکر از شما خانم شاستران. از آقای داوود لطفی من مایک رو برای شما آزاد میکنم، بفرمایید. بله عرض ادب و احترام. بله بحث آخه بحث سر اینه که برای یک انسان در اون کشور در ایران ارزش قائل باشن، وقتی اهمیتی برای جان انسان قائل نیستن، براشون مهم نیستش که اون آدم یا فرزند تازه به دنیا آمدهش حالا دچار مشکلن، در معرض خطرن، وقتی اهمیتی به انسان نمیدن، فقط خودشون رو میبینن و مساله خودشون رو میبینن، چه دیگه براشون مهم نیست، تنها همون رو میبینن، پس نمیشه ازشون توقعی داشت. واقعیت همینه. کشور ما متاسفانه امروز اونهایی که در رأس امور هستن کسانی هستن که مصالح اقتصادی متاسفانه براشون در وهله اول مهمه و بعد مصالح خودشون و خانوادهشون و متاسفانه چیز دیگه براشون اهمیتی نداره. ممنون از وقتی که دادید. تشکر آقای لطفی عزیز، ممنون از نظرات شما. بله واقعا یه چیزیه که هممون داریم میبینیم و منافع اولین چیزی که براشون مهمه فقط منافع خودشون هست و مردم اصلا اهمیتی براشون ندارن، وگرنه ایران یه کشور از همه نظر ثروتمند و همه منابع رو در اختیار داره و الان شرایط اقتصادی رو هممون داریم عیناً میبینیم که درسته حالا اقتصاد همه دنیا مخصوصا بعد از جنگ اوکراین متحول شده، ولی خب این شرایط اقتصادی مخصوصا توی ایران الان نبوده این تورم و الان وضعیتش خیلی فجیع‌تر شده و متاسفانه مسئولان ما و مهمتر از همه رهبر ما، فقط رهبر یک کشوری که باید منافع مردم اولین چیزی باشه که بهش فکر کنه، فقط به فکر منافع خودشون، منافع دینیشون و مردم براشون اهمیتی ندارن. تشکر. اگر دوستان صحبت دیگه ای ندارن
سخنران بعدی حالا خود آقای داوود لطفی هستن با موضوع دخالت سیاست در ورزش ایران. آقای لطفی من مایک رو دوباره برای شما باز میکنم و در خدمت شما هستیم. بفرمایید. بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز. امیدوارم که عصر خوبی رو داشته باشیم. بله، در سالیان اخیر همواره سازمان‌ها و انجمن‌های ورزشی خواستار عدم دخالت سیاست در ورزش و رویدادهای ورزشی بودند و حتی برای حصول این امر بارها افراد، سازمان‌ها و کشورهایی را مورد جریمه و تحریم و تحریم از رویدادهای ورزشی کردند. اما تاکنون جدایی ورزش از سیاست به سختی از حدود شعارش فراتر رفته. همواره المپیک به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی جهان محلی مناسب برای اعلام مواضع سیاسی کشورهای شرکت کننده بوده. با وجود تأکید شدید کمیته بین‌المللی المپیک و جدایی سیاست و ورزش از یکدیگر، سایه سیاست همیشه بر سر ورزش بوده و هرگاه لازم بوده دول سیاسی از اون بهره برداری کردن. از المپیک برلین که هیتلر میخواست اقتدارش رو به رخ جهانیان بکشه تا به المپیک گذشته که ورزشکارای روسیه رو به دلیل جنگ بین روسیه و اوکراین از المپیک منع کردن، ما شاهد نمایش مواضع سیاسی دول مختلف بودیم. المپیک مسکو و تحریم گسترده از سوی غرب در سال 1980 بزرگترین تحریم سیاسی در تاریخ بازی‌های المپیک محسوب میشه. آمریکا، آلمان و 63 کشور در اعتراض به اشغال افغانستان توسط ارتش اتحادیه جماهیر شوروی سابق، بازی‌های المپیک 1980 مسکو رو تحریم و از اعزام ورزشکاراشون به این پیکارها خودداری کردند. البته کشورهایی مانند بریتانیا و ایتالیا از این تحریم سر باز دادن و در المپیک شرکت کردند. ایران هم با دلایلی مشابه بلوک غرب اما به صورت جداگانه در این رقابت‌ها شرکت نکرد. البته در مورد اشغالگری شوروی سابق یک حکومت ایدئولوژیک بوده و عمل غیرانسانیش که بحثی نیست تو این که باید اون رو تحریم می‌کردن، ولی مهم اینه که ورزش باید باعث صلح و دوستی بشه نه باعث کیناوری. در بسیاری از رویدادهای ورزشی برخی از ورزشکارا به دلایل سیاسی از رویارویی با ورزشکارای کشورهای خاص به صورت داوطلبانه یا تحت فشار حکومت یا جامعه خودداری می‌کردند. در بعضی از موارد نیز علارغم رویارویی با اونها واکنش‌های اعتراض‌آمیزی رو از خودشون نشون می‌دادند. از جمله میشه به عدم رویارویی با ورزشکاران آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید یا همون جدایی نژادی یا رویارویی اعتراض‌آمیز یا عدم رویارویی ورزشکاران برخی از کشورهای اسلامی بالاخص ایران در رقابت با ورزشکاران اسرائیلی اشاره کرد، که البته با برخورد کمیته ها و فدراسیون های بین المللی و تنبیه و تعلیق هایی انجام شده سعی در برخورد با این رفتارها شده و همچنان سر بر این امر دارند، که از این جمله میشه به تعلیق جودوی ایران در سال 1398 اشاره کرد که ورزشکاران ایرانی در پی اخطارهای قبلی باز هم به دلیل فشارهای دولت مردان در مقابل ورزشکاران اسرائیلی بازی نکردند. فدراسیون جهانی جودو به دنبال اتفاقاتی که در مسابقات جودوی قهرمانی 2019 میلادی جهان در توکیو رخ داد، محرومیت نهایی فدراسیون جودو ایران از حضور در تمامی مسابقات و رویدادها و فعالیت‌های اجتماعی تحت نظارت این فدراسیون رو به مدت 4 سال اعلام کرد. همواره مقامات ورزشی برای جدایی سیاست از ورزش تأکید داشتند، اما در برخی موارد شاهد نقض و دخالت علنی سیاست از سوی نهادهای ورزشی بر علیه برخی از کشورها بودیم.
در بازی پلی‌آف مقدماتی جام جهانی 1974 تیم ملی فوتبال شوروی سابق به علت عدم حضور در برابر شیلی به دلیل اعتراض به کودتای نظامی در شیلی از سوی فیفا سه به صفر بازنده اعلام شد، ولی در سال 2022 که لهستان حاضر به رویارویی با روسیه در پلی‌آف مقدماتی جام جهانی به دلیل حمله روسیه به اوکراین نشده بود، روسیه از سوی فیفا و در ادامه با تایید دادگاه ورزشی کاس از بازی‌های مقدماتی حذف شد. در سال 2016 کدروپ فدراسیون فوتبال آسیا با تصمیم مصوبه دستور به برگزاری دیدارهای تیم‌های ایرانی و عربستانی در زمین بی‌طرف داد. این تصمیم در پی اجازه ندادن دولت عربستان به تیم‌های کشورش برای برگزاری مسابقات در ایران به اتهام نداشتن امنیت صورت گرفت. اما با تصمیم UFC بر برگزاری مسابقات گروهی لیگ قهرمانان توی کشور، در چندین مورد تیم‌های ایرانی علارغم اعتراضشون مجبور به حضور و برگزاری دیدار در عربستان شدند. پیش از این نیز در سال 1395 وقتی باشگاه‌های ایران از میزبانی رقبای عربستانی محروم شده بودند، لبنان رو به عنوان یکی از گزینه‌های میزبانی از طرف ایران به عنوان زمین بیطرف معرفی کردند، اما عربستان اعلام کرد که در این کشور هم به خاطر اختلاف سیاسی حاضر به انجام مسابقه نیست، که این تصمیم هم مورد پذیرش کنفدراسیون آسیا قرار گرفت. فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای کنایه‌آمیز به کنفدراسیون آسیا نوشته بود: از AFC می‌خوایم که فهرست ورزشگاه‌های مورد علاقه عربستان رو تهیه کنه و سپس دیگر اعضای این نهاد خودشون رو به اون چه دولت سعودی خواسته ملزم کنن. بگذاریم از این مطلب که در سطح بین‌المللی کم نداریم مواردی که نشون میده دخالت آشکار پنهان و آشکار سیاست رو در ورزش. اما حالا در ایران جدایی ورزش از سیاست تنها نام یک فیلم سینمایی، کتاب یا مقاله نیست، بلکه یه ضرورته که در ایران بی‌توجهی زیادی به اون میشه. البته مشکل ورود سیاست به ورزش تنها مختص کشور ما نیست. بسیاری از کشورهای توسعه یافته این مسئله رو توی خودشون حل کردن، اما در اون کشورها سیاست دخالت مستقیم یا حتی غیر مستقیمی توی ورزش نداره. اما این موزل هنوز برای برخی کشورها مثل ایران پابرجاست. در دوران برخی دولت‌ها در ایران این ضرورت با جدیت بیشتری دنبال شد، هرچند به نتایج موندگاری نرسید، اما اثرات مقطعی مثبتی داشت. در برخی دوره‌ها شاهد بودیم که شخص اول اجرایی کشور درباره مربی تیم ملی فوتبال نظراتی داد و برای اعمال این نظرات تلاش‌های بی‌وقفه کرد و دستوراتی داد. سیاسی کردن ورزش اثرات تخریبی بر ورزش داره و داشته و داره و باعث تسلط بیشتر دولت‌ها در ورزش میشه و اینکه در جهت منافع یا بهتر بگیم طمع شخصیشون از ورزش استفاده میکنند، در حالی که ورزش حلقه اتصال بین ملت‌هاست. به طور مثال حلقه‌های المپیک نشانه محکمی بر این موضوعه که ورزش ابزار اتحاد بین کشورهاست. این شعاره که بگیم ورزش از سیاست جداست، را در حال حاضر عملا هم ورزشکاران در سیاست دخالت میکنند، هم سیاست مداران در ورزش. باید ببینیم اونهایی که سیاسی هستن از این دخالت چی میخوان و هدفشون چیه. ورزش یک مسئله اجتماعیه که نباید اون رو با سیاست آلوده کنیم، اما شاهد دخالت‌های مستقیم سیاست در ورزش هستیم. اکنون چند پرسش مطرح میشه: آیا سیاسی بودن ورزش خوبه یا بد؟ آیا اصولاً در شرایط امروز جهان ورزش میتونه راه خودش رو از سیاست جدا کنه؟ و مهمتر از همه، آیا سیاسی بودن ورزش تنها به معنی حضور افراد سیاسی و نظامی در رأس امور ورزشه؟ اون چه از سیاسی بودن ورزش در ایران برداشت میشه پاسخ مثبت به همین پرسش آخره، یعنی ورزش اون زمانی سیاسیه که رؤسای فدراسیون‌ها یا مدیران عامل باشگاه‌ها
افرادی سیاسی یا نظامی باشند. اما حقیقت ماجرا این نیست و این باور برداشتی بسیار سطحی از مسئله سیاسی شدن ورزش توی ایرانه. کشورهای مختلف از ورزش و مشخصاً فوتبال به عنوان یک وزنه سیاسی جهت پیشبرد اهداف خودشون استفاده می‌کنند و این مسئله بر کسی پوشیده نیست. اما نوع این بهره‌گیری از ورزش در مسیر سیاسته که بسیار اهمیت داره. کشورهای اروپایی از حداقل نفوذ سیاسیون در تصمیمات ورزشی و چگونگی اداره فدراسیون‌های ورزشی برخوردار هستند، اما در سوی دیگه از پتانسیل ورزش در جهت اهداف سیاسی خودشون حد اکثر استفاده را می‌کنند. در این کشورها هرگز یک سردار نظامی رئیس یک فدراسیون یا مدیر عامل یک تیم نمیشه. اما یک فدراسیون ورزشی و یک تیم ورزشی میتونه رفتار یا سرنوشت یک سردار نظامی رو تحت تأثیر قرار بده و این تفاوت سیاسی بودن ورزش در ایران و کشورهای دیگه. در سالهای اخیر ورزش تریبونی بسیار گسترده و کمخرج برای سیاستمداران و اونها حداکثر بهره برداری را از این برای پیشبرد اهداف خودشون انجام میدن. متاسفانه در اردیبهشت سال 1399 طرحی در مجلس تصویب شد که قطعیت سیاسی بودن ورزش ایران رو به دنبال داشت. من از حضور جمع معذرت میخوام. صدای بنده رو دارید در جلسه؟ بله جناب لطفی، صداتون هست. حالا یه خورده قطعه میشه. من پوزش میخوام، جایی هستم که اینترنت ذره مشکل داره. متاسفانه در اردیبهشت 1399 طرحی در مجلس تصویب شد که قطعیت سیاسی بودن ورزش ایران را به دنبال داشت. نمایندگان مجلس با تصویب دو فوریت طرح 11 ماده‌ای مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را موافقت کردند. شاید اما جنجالی ترین ماده این طرح ممنوعیت شرکت ورزشکاران ایرانی در هر گونه مسابقه‌ای با ورزشکارای اسرائیلی بود که با تصویب نهایی این طرح برگزاری هر گونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میون ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان اسرائیلی ممنوع شد. این طرح با مخالفت هیچ یک از نمایندگان مجلس روبرو نشده و با این حساب دو فوریت آن به تصویب رسید. تصویب این طرح باعث شد که هشدارهای درباره احتمال تعلیق کل ورزش ایران مطرح بشه. بر اساس این طرح نمایندگان مجلس قصد داشتند فدراسیون‌های ورزشی ایران را موظف کنند اقدامات مقتضی را در جهت ممانعت از اعمال هر گونه مجازات و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی علیه ورزشکاران به عمل بیارند. این در حالیه که تلاش مجلس شورای اسلامی در راستای ممنوعیت رسمی رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی دخالت آشکار سیاست در ورزش بود. امریکا از دید و طبق مصوبات فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی پذیرفتنی نیست. خودداری از مسابقه به دلایل سیاسی بنابر قوانین کمیته بین‌المللی المپیک و تمامی فدراسیون‌های جهانی ممنوعه. اما این دشمنی اوکراینه از کجا شروع شد؟ پیش از سال 57 ایران و اسرائیل به رقابت ورزشی با ایتیکر می پرداختن. مثلا در رشته فوتبال 5 بازی رسمی با ایتیکر داشتن که آخرین بازی با اسرائیل برد شیرین رو برای ایران به درپی داشته که همچنان پس از گذشت سالها برخی مسئولین و ورزش دوستان با افتخار از اون برد یاد می کنن. اما پس از اون در سال 1983 بیژن سیفخانی فرنگیکار کشورمون حریف خودش از تیم اسرائیل رو به نام رابینسون در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی مسابقات قهرمانی جهان در کیف اوکراین شکست داد. بی بی سی در این زمینه مدعی شد. وقتی خبر پیروزی سیفخانی در رسانه‌های ایران منتشر شد، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه اون زمان
دستور بازگشت کاروان ایران را به کشور صادر کرد و این مسابقه آخرین رقابت این دو حریف در مسابقات ورزشی پس از انقلاب بود و ورزشکاران ایرانی به نوعی از مسابقه با اسرائیل منع شدند. طی سال‌های گذشته ورزشکاران ایرانی به بهانه‌های بیماری، مصدومیت ناگهانی، مشکل وزن و دلایلی از این دست ناچار بودند از رویارویی با رقیب اسرائیلی سر باز بزنند و یا پیشاپیش در دور پیشین ببازند تا ناچار به مساف با حریف اسرائیلی نشند، حتی در مواردی که مدعی پیروزی بودند و با حریفی گمنام سر و کار داشتند. این موضوع حتی یک بار به استعفای کل اعضای تیم ملی کشتی فرنگی هم منجر شد. در موردی دیگه از دخالت سیاست در ورزش، به حضور زنان در ورزشگاه ها در تمامی رشته ها که به دلایل عقیدتی و تعصبات پوچ مذهبی با دخالت مستقیم شخص اول مملکت ممنوع اعلام شده. یک نمونه برخورد سلیقه‌ای و محرز، دخالت سیاست و نقض حقوق بشر رو در نوروز امسال در مشهد شاهد بودیم که چگونه حقوق زنان ورزش دوست کشورمون نادیده گرفته شد و این گونه مورد بیمهری قرار گرفتن. متاسفانه کم نیست مشکلات زنان در ورزش ایران و محرومیت ها و تبعیض هایی که فقط به دلیل نگاه جنسیتی مسئولین سیاسی ورزش باعث سد راه اونها شده. بحث محرومیت مسعود شجاعی احسان هاشمی به خاطر بازی با فوتبالیست‌های اسرائیلی هم یک نمونه دیگر از این دست دخالت هاست که با ورود فیفا حتی تا تحریم فوتبال ایران پیش رفت. طبق قوانین فیفا سیاست حق دخالت در فوتبال رو نداره و نقض این ضابطه میتونه به تعلیق فدراسیون کشور بیانجامه. سخنگوی فدراسیون جهانی فوتبال در واکنش به موضع گیری معاون وزیر ورزش ایران گفت ما در حال بررسی دقیق موضوعیم و از فدراسیون فوتبال ایران میخواهیم در این باره به ما توضیح بده. نمونه دیگر از برخورد با این موضوع رو میشه به شرکت کردن مهدی مهدوی‌کیا در مسابقه فوتبال نمایشی که به مناسبت به رسمیت شناخته شدن جام کشورهای عربی موسوم به فیفا عرب کاپ از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال میان منتخب جهان با ستارگان عرب برگزار شد و مهدوی‌کیا در اون با پیراهنی منقش به پرچم همه کشورهای عضو فیفا از جمله اسرائیل به عنوان بازیکن افتخاری حضور یافت اشاره کرد. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت و برخی مقامات با حملاتی تند خواهان عذرخواهی این بازیکن و حتی برخورد با او شدند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران درباره این مراسم گفت مهمترین نکته حضور آورام گرانت سرمربی اسرائیلی سابق چلسی روی نیمکت تیم منتخب جهان بود. در حالی ستارگان سابق فوتبال الجزایر در حمایت از فلسطین در این مسابقه شرکت نکردند که مهدی مهدوی‌کیا ستاره سابق فوتبال ایران در اقدامی عجیب در این بازی شرکت کرد و در کنار این مربی اسرائیلی قرار گرفت. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نیز از جمله رسانه‌های حکومتی بود که در اون روزها خواستار برخورد با مهدوی‌کیا به دلیل پوشیدن لباس طراحی و تایید شده توسط فیفا شد و نوشت در حالی که رسانه‌های عربی به تمجید از اقدام چند بازیکن تیم‌های الجزایر، عربستان و عمان پرداختند، فدراسیون فوتبال در برابر اقدام عجیب سرمربی تیم امید خودش سکوت کرده. دخالت علنی مقامات سیاسی در بخش ورزشی ایران تا اونجا پیش رفت که علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در ارتباط با فعالیت فوتبال اخیر مهدوی‌کیا گفت او باید عذرخواهی و جبران کنه، اما مشخص نیست که سرمربی تیم ملی امید دقیقاً چی رو باید بابت پوشیدن پیراهن بین‌المللی و حضور در تورنمنتی متداول جبران کنه که خلاف روح صلح طلبی و غیر سیاسی ورزش نباشه. یادمون نرفته داستان پر از آب چشم اعدام نوید افگاری، مدال‌آوری که برای هیچ اعدام شد فقط به دلیل اعاده حق، تصمیمی که کاملا سیاسی و بر ضد حقوق بشر گرفته شد. هر گونه اعتراض یا صحبتی خلاف نظرات حاکم بر جامعه باعث از میان برداشته شدن ورزشکاران چه از دنیای ورزش
چه از این دنیا میشه. دیگر نمونه های این روزهای اخیر وریا غفاری، بازیکن استقلالی که به دلیل حمایت از مردمانش این گونه مدیرعامل سپاهی اون رو مورد لطف قرار میده. تمامی اقدامات و بیشمار مشکلاتی که در زمینه ورزش بانوان عزیز به خاطر حجاب و پوشش اسلامی هست رو هم به اون اضافه میکنیم، به این نتیجه میرسیم که ورزش ایران به نوعی ولایی شده، یعنی منشأ گرفته از تفکرات مذهبی و پوچ و قدیمی و مملو از کینه و دشمنی نظام حاکم. صحنه ورزش که باید صلح و برابری و دوستی رو برمقام بیاره، متاسفانه امروز در مسیر قهقرا قرار گرفته، به طوری که میبینیم به دلیل فشارهای موجود مخصوصا در حوزه ورزش بانوان، مهاجرت ورزشکاران در این روزها بسیار بالا گرفته. اکنون این پرسش توی ذهن ما نقش میبنده که آیا باید از کمیته بین المللی المپیک و نهادهای جهانی ورزشی بخواهیم تنبیه و تحریمی ورزشی این نظام ولایی، ورزش این نظام ولایی رو براش در نظر بگیره یا نه؟ برخی بر این باورند که این تحریم باید باشه، چون نظام ولایی ورزش ملی ایران رو از بین میبره. پس هر فشاری که روزگارش رو کوتاه و دست زورش رو دور کنه مناسبه. برخی دیگه اما این تحریم های بین المللی رو نمیخوان، ترس این که مبادا دودش به چشم خود اون ورزشکارا و مردمی خسته و درمونده بره که تنها دلخوشی این روزهای سختشون همین شادی هاست. کدوم گزینه درسته؟ از نظر من هیچ کدوم. پرسشی که درست و به جا نباشه پاسخ درستی هم نمیتونه داشته باشه. تحریم ایران گزینه نیست که اون رو خواست یا نخواست، بلکه واکنشی به سرپیچی نظام ولایی از هنجارهای جهانیه. پس رهایی از اون جز با از میان برداشتن این تنش امکان پذیر نیست، و این یعنی دور شدن سیاسیون از ورزش که این مقدر نمیشه مگر با تغییر نظام حاکم در ایران. تک به تک فدراسیون ها و نهادهای ورزشی ایران، چه در بخش بانوان چه آقایان، از پایه تا حتی پیش کسوتان عزیزمون زخورده این تصمیمات سیاسی رؤسا هستند که کاملا رؤسایی هستند که کاملا بیگانن با ورزش و فقط به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خودشونن. سیاست در ورزش مقوله بسیار طولانی و قابل بحث و بررسی که نیازمند زمانی زیاد است و به دلیل ضیق وقت به همین کوتاه بسنده میکنیم. ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید و به عرض بنده گوش دادید. امیدوارم که روزی برسه که اتفاقات ناخوشایند در ورزش کشورمون نداشته باشیم و با بردهای شیرینی که ورزشکارامون در میادین بین‌المللی به دست میارن شادی رو همه روزه به مردمان عزیزمون تقدیم کنن. تشکر جناب لطفی عزیز از سخنرانی عالیتون. بله واقعا به نکته عالی اشاره کردیم. متاسفانه سیاست نه تنها در ورزش، در تمام هنر هر گوشه‌ای که نگاه کنید وارد شده و عملا حق انتخاب رو از همه اقشار و گروه ها گرفته و تنها راه حل این موضوع هم کشیدن دندون درده، اینه که این نظام عوض شه. اگه این نظام نباشه مطمئنن مردم حق آزادی دارن، حق آزادی بیان و همه این حقا رو دارن. تشکر از سخنرانی خوبتون. اگر دوستان نکته نظری ندارن برای ارائه، سخنران بعدی آقای مصطفی گودرزی مجد با بحث درامیختگی دین در ورزش. آقای گودرزی مجد، مایک در اختیار شما هست، بفرمایید. درود و عرض ادب خدمت همه همکاران عزیز. منده در خدمتتون هستم با بحث درامیختگی دین حکومتی در ورزش. همچنان موضوعی که من انتخاب کردم قسمتیش هم جناب آقای لطفی گفتن، میشه گفت اینطوری هست. من در خدمتتون هستم، امروز شروع میکنم.
ببخشید صدام. درامیختگی دین و سیاست ورزشی در ایران برآمده از درامیختگی دین و حکومت است. این نکته اساس تبعیض جنسیتی در عرصه ورزش است. از شعارها، مراسم و نوشته‌های مذهبی در هنگام برگزاری مسابقات ورزشی تا دخالت مستقیم حکومت برای ممانعت از حضور زنان تماشاگر، سختگیری برای حجاب زنان ورزشکار یا جلوگیری از مسابقه ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیل، همه نشانگر حضور پررنگ مذهب مورد تایید حکومت در ورزش هستند. درامیختگی دین و سیاست ورزشی در ایران برآمده از درامیختگی دین و حکومت است و رفع این مشکل طبعا رفع مشکل اصلی را می‌طلبد که به صورت جدایی دین و دولت است. از روز سه‌شنبه 9 فروردین تیم فوتبال ایران در مقابل لبنان به پیروزی رسید. به راحتی به جام جهانی صعود کرد، اما این پیروزی بیشتر از اینکه کام همه ایرانیان را شیرین کند، حاشیه‌ای داشت: غلبه بر مت. مقامات از حضور زنان در استادیوم فوتبال مشهد جلوگیری کردند. گزارش شده با وجود اینکه 2000 بلیت به زنان فروخته شده بود، مقامات انتظامی با گاز فلفل زنان تماشاگر ایرانی را متفرق کرده و مانع از حضور آنان برای تماشای مسابقه فوتبال شدند. ویدیویی در شبکه اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد در برخورد با زنان در مقابل استادیوم مشهد از اسپری فلفل استفاده شده است. مقابله با زنان که قصد تماشای بازی ایران و لبنان را داشتند و در پشت در ورزشگاه ماندند. طبق ماده 4 سایت های فیفا، هر گونه تبعیض علیه افراد به دلیل جنسیت اکیداً ممنوع و مجازات آن تعلیق یا اخراج است. زنان ایرانی مدت هاست در تلاش برای اجرای این سیاست بودند. از کمپین روسری سفید در سال 1384، ماجرای غمگین دختر آبی در سال 98، زنی که از حکم قضایی 6 ماه زندان برای بدحجابی به ورود به ورزشگاه آزادی به قدری خشمگین شده بود که خودسوزی کرد و در بیمارستانی در تهران درگذشت. هرچند در مسابقه فوتبال روز هفت بهمن 1400 میان ایران و عراق در ورزشگاه آزادی تعدادی از زنان بالاخره توانستن به ورزشگاه آزادی را بیابند، با این حال گزارش ها نشان می دهد که حضور زنان برای تماشای این رقابت ها گزینشی بوده. برای حضور این رقابت گزینشی بوده. برای مسابقه نه به راحتی به شهروندان زن بلیط فروخته شده بود و نه اطلاع رسانی در درستی در صورت گرفته بود. عکس ها و گزارش های منتشر شده از حضور زنان در این دیدار گمان را تقویت می کرد که یک حضور نمایشی برای دور زدن فیفا است. از روز پنجشنبه 26 اسفند تیم فوتبال پرسپولیس در مسابقه با رقیب دیرینه‌اش استقلال به تساوی رسید. بازی در شب قبل از نیمه ماه قمری شعبان همزمان با سالروز تولد امام 12 شیعیان برگزار می‌شد. زمین مسابقه پر از پارچه‌نویس‌ها و علائمی که نیمه شعبان را تبریک می‌گفتند. قبل از مسابقه یک مراسم کوتاهی که در قاموس رایج مذهبی به آن مولودی میگویند برگزار شد. همه بازیکن و کادر فنی با شال سبزی به زمین آمدند که به مناسبت سالروز تولد امام آخر شیعیان طراحی شده بود. حتی بازیکنان غیر از ایرانی را وارد این بازی کردند. استفاده حکومت ایران از ورزش برای تبلیغ مذهب مورد پسند را چطور باید تفسیر کرد؟ همه بازیکنان با داوران با شال سبزی که تولد امام آخر شیعیان را تبریک می‌گفتند به زمین آمدند. در کشورهای مختلف از مداخله سیاست در ورزش و پیوند ورزش و دین هم سخن گفته است. در مواردی چون ایران درامیختگی دین، درامیختگی عمیق دستوری و حکومت دین و یک دین و یک تفسیر خاص از آن در ورزش، همان مداخله سیاست در ورزش است که اینجا وجه ایدئولوژیک آن به صورت دینی ظاهر می شود. حکومت و لابی ایران از هر ابزاری برای انتشار کیس مورد پسند خود استفاده می کند. ورزش هم از دخالت در امان نیست.
حکومت از ورزشکاران به عنوان ابزار استفاده می کند، از بازیکنان که گاه مجبورند بازیگر نمایشی سیاسی هم باشند و نقشی را که برایشان مشخص شده ایفا کنند. اخیراً تیم‌های باشگاهی ایران برای مسابقات جهانی به مشکلاتی برخوردند. کنفدراسیون جهانی فوتبال نمی‌پذیرد که تیم‌ها دولتی باشند. راه حل حکومت ایران تغییر ظاهر است. تیم‌های فوتبال قرار است که دیگر مستقیماً توسط دولت و وزارت ورزش اداره نشوند. هرچند بسیار بعید است که قرار باشد کاملاً خصوصی و بدون دخالت حکومت ایران به کار خود ادامه دهند. ورزش هم مانند بسیاری حوزه‌های دیگری گروگان حکومت است و باید آن طور رفتار کند که حکومت می‌خواهد. مثلا ورزشکاران ایران حق مسابقه با حریفان اسرائیلی را ندارند چون حکومت این طور می‌خواهد. ورزشکاران زن باید لباس مورد پسند حکومت را بپوشند حتی اگر این لباس برای آنان مشکل ایجاد کند. استاف استاد علوم رسانه در دانشگاه آمستردام است. او مدت‌ها درباره رابطه ورزش و رسانه تحقیق کرده و در این زمینه مقالاتی منتشر کرده است. استاف چند سال است که کلاس به نسبت پرطرفدار درباره رابطه ورزش و رسانه برای دانشجویان کارشناسی ارشد علوم رسانه دایر کرده است. استاف معتقد است چیزی که در ایران اتفاق می‌افتد باید تعبیری داشته باشد، فراتر از درامیختگی ورزش و دین حکومتی. به عقیده او اگر مسابقات ورزشی قرار نباشد از تلویزیون دولتی ایران پخش شود، حکومت ایران هم علاقه به نشر مراسم مذهبی خود هنگام پخش سراسری این مسابقات نخواهد داشت. استاف معتقد است ساختار مسابقات ورزشی در اصل برای رسانه طراحی شده است. به باور او این ورزش نیست که قربانی نشر دین حکومتی شده است. با توصیف او به نظر می رسد نباید ورزش را برای درامیختگیش با دین حکومتی بررسی کرد. چیزی که بیشتر نیاز به بررسی دارد سوء استفاده رسانه‌ای از ورزش است. هرچند استاف در این باره هم تردید دارد، این ساده نگری است که بگوییم ورزش و ایدئولوژی کاملا از هم مجزا هستند. وقتی پای ورزش‌های پرطرفدار مثل فوتبال، کشتی به میان می‌آید، دیگر یک بازیگر بسیار پررنگ در ماجرا دخیل است. در واقع این رسانه و البته تماشاگران پرتعداد آن هستند که به دستگاه‌های تبلیغاتی انگیزه می‌دهند تا از مستطیل سبز یک رویداد تبلیغاتی برای ایدئولوژی مورد حمایتشون بسازند. اینجا ما کمتر از آن با درامیختگی ورزش و دین مواجه باشیم. سوء استفاده حکومت از رویدادهای پربیننده برای نشر مراسمات دینی بر اساس تفسیر اتهام سوء استفاده برای نشر مراسمات دینی عکسهایی از مسابقات فوتبال در ایران را مشاهده کرده ایم. او با چنین فضای آشناست، مثال‌های تاریخی می‌زند که چطور از میدان‌های ورزشی از دوران باستانی تا المپیک در دهه‌های گذشته برای تبلیغ ایدئولوژی استفاده شده است. وقتی جایگاه پیشین تبلیغ دین برای دستگاه‌های آن مخاطب کافی ندارند، این دستگاه و مسئولان تبلیغاتی به فکر می‌افتند که از رویدادهای پربیننده برای تبلیغ و نشر تفکر خود استفاده کنند. کسی شاید اعتراضی نداشته باشد اگر در مسجد یا حسینیه مربوط به شیعیان علائم و شعارهای مذهبی دیده شود، اما وقتی مبلغان ایدئولوژی مسجدها را خالی می‌بینند و یا وقتی آگاه می‌شوند که انبوهی از مردم در معرض این تبلیغات قرار نمی‌گیرند، آن وقت به فکر استفاده از ابزار دیگری می‌افتند. مدرسه شاید از اولین پایگاهی باشد که برای نشر مراسمات مذهبی دینی و غیر دینی یک حکومت به خدمت گرفته می‌شوند. اما استفاده حکومت‌های اقتدارگرا از رویدادهای پرمخاطب دیگر کمتر پرداخته شده است. این در آلمان نازی هم سابقه دارد. در واقع نمونه های فراوانی وجود دارد که دستگاه های تبلیغاتی تلاش کردند تا از نگاه های فراوانی که به ورزشکاران دوخته شدند برای
مقاصد تبلیغاتی خود استفاده کنند. استفاده تبلیغاتی از ورزش تازگی ندارد. بیننده هر ورزش، هر مسابقه ورزشی باید با انواع تبلیغات تجاری که به اشکال مختلف خود را در کنار مسابقات ورزشی جای می‌دهند آشنایی دارد. از تبلیغ آشکار نوشیدنی انرژیزا مثلا در مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 تا حدی که یکی از این برندهای تجاری در این هم در این مسابقات تیم خود را دارد، تا درج انواع تبلیغات نوشتاری روی پیراهن بازیکنان یا در کنار زمین مسابقه. شاید این سوال پیش بیاد که چه فرقی است میان تبلیغات کالا در ورزش با انتشار یک ایدئولوژی در ورزشگاه. مراسمش در ورزشگاه های فوتبال مراسم مذهبی شبیه به آن چیزی که به آن ملودی میگویند قبل از مسابقه و بعد از آن در شکل نمایشی آن هیچ وقت برای ورزش نبوده. ورزش برای ورزش فقط وقتی است که گروهی مثلا به پیاده روی یا کوهنوردی حرفه‌ای میرن، اما به مجرد این که توجهی به این گروه جلب شود خیلی سریع مبلغان فرا میرسند تا از این فرصت استفاده کنند. همه پذیرفتند که ورزش قهرمانی چه فردی و چه گروهی فقط برای ورزش نیست. ورزش خیلی وقت است که یک رویداد رسانه‌ای محسوب می شود. همانطور که سینما همینطور است. ورزش حرفه‌ای و میدان‌های ورزشی با پول تبلیغات راه اندازی می شوند و ورزشکاران حرفه‌ای از همین طریق ارتزاق می کنند. البته آنان مقصر نیستند. در واقع هدف پیدا کردن مقصر نیست که توضیح واقعیت است. درباره ایران ساده نگری است که خیال کنیم حداقل بخشی از این جامعه در فضای مصرفگرا زندگی نمی کنند. البته در میان حکومت اقتدارگرایی که از فرصت ورزش برای زنده نگه داشتن ایدئولوژی خود استفاده می کند و البته دستگاه تبلیغاتی مصرفگرایانه هم در همان میدان فعال است نمی‌بینیم. اگر دقت کنید در مسابقه‌ای که عکس‌هایشان را نشان می‌دهند، تبلیغات کالاهای تجاری هم فراوان است. در این زمینه رسانه نشان می‌دهد که چگونه دستگاه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و تجاری چیزی را به وجود می‌آورند که امروزه در جهان به نام ورزش و مسابقات ورزشی شناخته می‌شود. مسابقه ورزشی بیشتر اسم ورزش را یدک می کشد تا برای اهداف دیگری باشد. با ذکر مثال تاریخی مشخص می شود که رسانه چیزی را که به عنوان ورزش و مسابقات ورزشی می شناسیم به وجود آورده است و به شیوایی همچنان آن را تغییر می دهد. با تفسیر درامیختگی ورزش و مذهب حکومتی و درامیختگی رسانه‌ای و مذهب حکومتی در هم آمیختگی رسانه و آن مذهب است. پرسش در مورد ایران: اگر دوربینای رسانه‌های حکومتی از جمله صدا و سیمای دولتی رویدادی مانند مسابقه پرسپولیس و استقلال را به هر دلیلی پوشش نمی‌دهد، باز هم رد و پای مذهب حکومتی در چنین مسابقه‌ای را می‌بینیم. از همین زاویه باید موضوع حضور زنان در ورزشگاه را دید. زنان در ایدئولوژی دینی حکومتی بایستی با غیبت، با غایب و حجاب، یعنی پوشیدگی مشخص شوند. حجاب با ماهیت رسانه‌ای نمی‌خواهد که کارکرد آن نمایش حضور است. ورزشکارانی که بر دین حکومت نیستند چه می‌کنند؟ در مسابقات ورزشی در کشورهای مختلف دین به نوعی نقش دارد. ممکن است رقابت کنندگان برای شادی و شکر از علائم مذهبی استفاده کنند. تماشاگران علائم مذهبی به همراه داشته باشند، با شعارهای مذهبی سر بدهند یا شعارهای مذهبی سر بدهند. اما در ایران این فقط برای یک نگاه خاص و یک دین خاص ممکن است. آیا بازیکنان غیر از ایرانی می توانستند شال سبزی که روی آن یا مهدی نوشته بود را رد کنند؟ و حکومت ایران از این بازیکنان غیر ایرانی و غیر مسلمان میخواهد مراسم دینی همراه باشند؟ ورزشکاران ایرانی برای اینکه آزادانه به حرفه خود بپردازند گاهی مجبورن ایران را ترک کنند.
اما آنان که در ایران به کار خود ادامه میدن ناچارن خواستهای حکومت را برآورده کنند، خواستهایی که از جزئی ترین مسائل شخصی تا امور حرفه‌ای آنان را در بر میگیرد. انتظار میرود که در این عرصه نیز مقاومت مدنی پرجلوه شود. یک انتظار اساسی مقاومت در برابر تبعیض جنسیتی در زمینه حضور در ورزشگاه است. بدون مقاومت همگانی فشار و تحمیل بر ورزشکاران ادامه می‌یابد. مقاومت در برابر تحمیل پیروزی و نشاط در عرصه‌های مختلف را به همراه می‌آورد. پیروزی اصلی مقاومت در برابر تحمیل و تن دادن به فرمایش‌های حکومت از جمله در زمینه تبعیض جنسیتی است. دوستان عزیز، من در اینجا سخنرانی به پایان میرسه. ببخشید اگه مشکلی چیزی داشت، در خدمتتون هستم. تشکر جناب گودرزی مرج، ممنون از سخنرانی عالیتون. مرسی. میرسیم به بخش آخر سخنرانیمون که در خدمت بانو شهلا شاسوانی عزیز هستیم با بحث ممنوعیت‌های ورزشی در ایران. خانم شاسوانی عزیز، مایک در اختیارتون هست، بفرمایید. صداتون رو نداریم خانم شاسوانی، فکر کنم مایکتون بسته. الان داری؟ بله بله، بفرمایید. سلام مجدد میکنم خدمت همه همکاران عزیزم و حاضرین در جلسه. موضوع سخنرانی همجوری که فرمودید ممنوعیت‌های ورزشی در ایران هست. یه سری از مطالب رو آقای لطفی و آقای گودرزی اشاره کردن و من سریع از این مطالب میگذرم. جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی ورود زنان به ورزشگاه ها برای تماشای فوتبال رو ممنوع کرد که در تاریخ 18 مهر 1398 در پی افزایش فشارهای فیفا به فدراسیون فوتبال ایران و تهدید به محرومیت حضور زنان در ورزشگاه ها هنگام بازی ملی مجاز اعلام شد، اما حضور زنان در بازی های باشگاهی هنوز ممنوع است. ماجراش هم همون دختر آبی بود که فکر میکنم همه دوستان در جریان باشن که به دلیل شرکتش در مسابقه فوتبال استقلال دو شب بازداشت شد و بعد هنگامی که رفت موبایلش رو بگیره مطلع شد که 6 ماه تا 2 سال برای زندانی بریدن و همونجا جلوی دادسرا خودش رو آتیش زد. لازم به ذکر است که برخورد دولت ایران با برخی از اعتراض‌ها به حضور زنان در ورزشگاه‌ها از نوع برخوردهای امنیتی بوده و بر همین اساس مردم اعتراض خودشون رو به این ممنوعیت‌ها چنین نشون میدن. مثلا تعدادی از تماشاگران ایرانی در جام جهانی فوتبال 2018 در ورزشگاه سن پیترزبورگ روسیه در مسابقات فوتبال اعتراض خودشون رو به گوش جهانیان رسوندن. پس از انقلاب زنان ایرانی تا 15 سال اجازه حضور در عرصه‌های بین‌المللی ورزش رو نداشتن. با وجود ادامه پیدا کردن محدودیت‌ها، اما در دو دهه اخیر سرانجام در برخی رشته‌های ورزشی به زنان هم اجازه حضور در رقابت‌های بین‌المللی داده شد، ولی در حال حاضر شاهد نابسامانی پس از اعمال نظر شخصی در تعدادی از استان‌های خاص مبنی بر ممنوعیت‌های فعالیت ورزشی مثل دوچرخه‌سواری و صخره‌نوردی برای زنان هستیم که این موضوع رفته رفته تبدیل به دستورالعمل میشه و فهرست ورزش‌هایی که ممنوعه اعلام شدن و دولت مجوزی برای اونها صادر نمی‌کنه رو به افزایشه. ورزش برای زنان ایرانی در سال و ماه‌های اخیر با چالش‌های پیچیده‌ای همراه شده. بدون در نظر گرفتن سختی کار برای ورزشکاران زنی که قصد فعالیت در عرصه‌های بین‌المللی رو دارن، این چالش وارد ورزش همگانی شده و حالا درگیر بایدها و نبایدهای گسترده و تا حدودی سلیقه‌ای شده. در سالهای گذشته کلیشه‌ها و تبعیض‌های جنسیتی محدودیت‌های ورزشی بسیاری رو
برای زنان کشورمون به همراه داشته. از جمله اون وزارت ورزش و امور جوانان دولت دهم از میان رشته های رینگی ورزش زنان که فقط دو رشته کیک بوکسینگ و موتای در ایران فعال بودند رو اونها رو هم ممنوع اعلام کرد. این وزارتخانه این دو رشته ورزش رو مخل سلامت زنان دانسته و فرهنگ غالب بر این نوع رشته ها و مسابقات آنها رو مغایر با فرهنگ اسلامی و ایرانی عنوان کرده. یعنی کسانی که هیچ دانش و هیچ کارشناسی نمیتونن داشته باشن تو این زمینه، بعضی از رشته های ورزشی رو میان میگن که مخل سلامتی هست. یعنی من فکر نمی کنم که حتی اطلاعی از تعریف سلامتی داشته باشن که سلامتی نه تنها سلامتی جسم رو در بر میگیره، سلامت روح و سلامتی اجتماع رو هم ما داریم. زنی میتونه سلامت کامل داشته باشه که نه از نظر جسمی بلکه از نظر روحی و اون روابط اجتماعی هم ارضا شده باشه، در صورتی که خب میبینیم که طبق قوانین اینا حالا در ادامه میاد که فقط میخوان که زنان توی خونه باشن، نه ارتباط اجتماعی داشته باشن و در پی اون خب افسردگی های شدید پیدا میشه و اینا رو در نظر نمیگیرن. در سال 2017 فدراسیون ورزش های همگانی ایران با انتشار ابلاغیه‌ای انجام برخی ورزش ها رو از جمله زومبا در باشگاه های ورزشی ممنوع اعلام کرد. در این میان رشته های تنیس، بوکس، شمشیربازی با تعطیلی تدریجی نیز شاهد این اتفاق بودند. بیشترین سر و صدا در این زمینه در زمستان 1400 بود که به طور رسمی بدنسازی برای زنان ایرانی ممنوع اعلام شد. البته که طبیعی بود زیر شاخه های این رشته از جمله بادی بیلدینگ برای مسئولان امن ممنوع اعلام شود، ولی رشته های همچون پاور لیفتینگ، مچ اندازی و فیتنس چلنج که پیش از این مجوز لازم را از وزارت ورزش وقت دریافت کرده بودند هم توسط وزارت ورزش کنونی ممنوع اعلام شد. از نظر فدراسیون بدنسازی ایران زنان میتونن در باشگاه های بدنسازی تنها برای ورزش تمرین کنن اما حق شرکت در مسابقات رو ندارن. هرچند بدنسازی تنها رشته‌ای نیست که برای زنان ایرانی ممنوع اعلام شد و آنطور که از لابلای صحبت‌های جدید مریم کاظمی‌پور معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش برمیاد، فهرست ممنوعه‌ها یا غیر ممنوعه‌های مورد دار بیش از رشته‌های بدنسازی است. مریم کاظمی‌پور در شرایطی برای سیانت از حریم بانوان قول بررسی رشته های زیر مجموعه فدراسیون بدنسازی رو داد که حالا رسما اعلام میکنه فعالیتی در رشته بدنسازی نداریم. نکته عجیب درباره اظهارات معاونت وزارت ورزش در مورد سه رشته اخیر برای زنان ایرانی این که دو تا از این سه رشته در دولت قبلی مجوز گرفته و حتی سفر برون مرزی داشتن. حتی با یک جستجوی ساده نیز می توان متوجه شد که رشته موج اندازی از سال 95 و پاورلیفتینگ از سال 99 با اعلام مسئولان وقت فدراسیون بدنسازی در بخش بانوان نیز مجوز فعالیت گرفته بودند. پوشش بانوان پاورلیفتینگ کار هم در دوره حضور مهین فرهادی زاده معاون وقت بانوان وزارت ورزش مشخص شد و حتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برای رونمایی از اون مراسمی ویژه با حضور رسانه ها برگزار کرد. عجیبتر از همه این که تیم ملی مچ اندازی بانوان مرداد 1400 با مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش به مسابقات آسیایی قزاقستان اعزام شد و با کسب چندین مدال طلا و نقره و برنز به عنوان سومی قاره رسید. خب ما میبینیم که الان همینجوری دارن ممنوع میکنن در صورتی که قبلا مجوزاشو صادر کردن. میبینیم چقدر بی‌نظمیه. بدون اینکه نظر کارشناسی بشه بعضیا رو امیدوار میکنن، میرن توی این رشته ها زحمت میکشن، وقت میذارن،
از نظر مالی پول خرج میکنن و بعد میگن که خب ممنوع شد مجوز نداره. با وجود این مسئولان وزارت کنونی همچنان اصرار دارن که بگن این رشته ها مجوز نداشتن. حال پرسش اصلی اینه که اگه مجوز نداشتن چطور برای سفر برون مرزی برای حضور در همین رشته به اونها مجوز داده شده؟ برخلاف اظهارات معاونت زنان وزارت ورزش، بوکس و ورزش زورخانه ای در زمره رشته های مدال آور محسوب میشه، ولی اینجا اون بحث جدیدی رو مطرح میکنه و میگه در بحث زورخانه ای یک سری ملاحظات فرهنگی داریم، چون خاستگاه ورزش زورخانه ای و فرهنگی در کشور ماست و بعد دنیا از اون الگو گرفته و فعالیت میکنه. درخواستایی شده اما در مورد فعالیت زنان تمام ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، شرعی، همگانی، قهرمانی و مخصوصا سلامت را بررسی و سپس تصمیم گیری میکنیم. اینکه صرفا شانس مدال داریم پس فعالیت کنیم رو توصیه نمیکنیم. یعنی اصلا معلوم نیست ملاکشون چیه، نه سلامت، نه ملاحظات فرهنگی اجتماعی، نه ملاحظات قهرمانیه. اینجوری که برمیاد فقط ملاحظه شرعی رو دارن. نکته درخور در میان صحبت‌های مریم کاظمی‌پور این که او توصیه کرده زنان با فعالیت‌های بدنی بالا به جای رشته‌های همچون بدنسازی میتونن به وزنه برداری برن. ظاهرا فراموش کرده حضور زنان ایرانی در رشته همچون وزنه برداری هم ممنوع اعلام شد. یعنی حق انتخابم حالا علاوه بر این مواردی که ذکر شد میگیرن، میگن اون چیزی که ما دوست داریم شما برید ورزش کنید، نه اون چیزی که خودتون دوست دارید. فهرست ورزش هایی که از دیدگاه مسئولان کنونی برای زنان ممنوعیت دارد به مواردی که در بالا با آنها اشاره شد خلاصه نمیشود، چون دو رشته دیگر هم وجود دارن که در عین داشتن مجوز چندان با بی مجوز بودن فرقی ندارن. این دو رشته ژیمناستیک و شنا هستند. اولی برای نوجوانان توصیه شده و دیگری هم با توجه به مقوله پوشش بیشتر جنبه سرگرمی داره برای زنان تا یک ورزش حرفه‌ای. نظر وزارت ورزش کنونی درباره این دو رشته هم از زبان معاونت آن نهاد اینگونه است: ژیمناستیک رشته پایه ایست. از نظر من ژیمناستیک، شنا و دو میدانی رشته هایی هستند که حرکت در آنها حرکت کل رشته های ورزشی را به دنبال داره، اما در بحث فعالیت زنان مثل رشته شنا باز ملاحظاتی وجود دارد. نگاه ما به ژیمناستیک اینگونه است که آن را پایه‌ای برای آمادگی بدنی خاص جهت ورود به رشته‌های تخصصی دیگر می‌دانیم. بنابراین باید به فعالیت ژیمناستیک زنان در داخل کشور به صورت جدی نگاه بشه، چون مهد پرورش استعدادهای ویژه است که افراد در آینده انتخاب می‌کنند. اما فعالیت سطح حرفه‌ای و برون مرزی این رشته با توجه به نوع پوشش و ملاحظات فرهنگی ویژه هست و این میگه که اینا ممنوع هستن به خاطر اینکه لباساشون مناسب نیست. در صورتی که ما در دیگر کشورهای اسلامی جهان میبینیم که خب زنا این حق ازشون گرفته نشده، با بورکینی لباسای خاصی هست پوشیده میتونن به این فعالیت ورزشی شنا یا در مورد ژیمناستیک باز هم با لباسای پوشیده اقدام کنن. محرومیت ها و محدودیت های حجاب هم تبعات دیگری برای ورزشکاران زن در این سالها داشته. حالا اینجا خیلی جالبه، این مسئله حجاب نه تنها برای ورزشکارا از نظر خوب داشتن پوشش و انجام ورزش حرفه‌ای خیلی مشکله، از اون طرف هم اینجا میگه که دختران فوتبالیست ایران یک بار در بازی مقدماتی المپیک 2012 لندن در منطقه آسیا که به میزبانی اردن انجام میشد به دلیل استفاده همزمان از کلاه و مقنعه به تشخیص نماینده فیفا از ادامه رقابت ها کنار گذاشته شدن. این بند خدا ورزشکارا هم از اون طرف تحت فشارن هم از این طرف. محدودیت های دستوری برای زنان ورزشکار در ایران
از مسئله پوشش که موجب محدودیت برای شرکت در مسابقات برای زنان ورزشکار ایران بوده تا ممنوعیت حضور مربیان و مدیران مرد در تیم‌های ملی زنان همواره وجود داشته. یعنی حتی نمیتونن از مربیان مرد اینا استفاده کنن و بهره ببرن. در یک نگاه به کارنامه ورزشی زنان در ایران در رشته‌های مختلف ما میتونیم متوجه بشیم که واقعا خوش درخشیدن. رشته‌هایی مثل تیراندازی، تکواندو، دو و میدانی، تنیس روی میز، قایقرانی، مسابقات تیر و کمان، واقعا زنان ورزشکار ایران هم استعدادشو دارن، هم تواناییشو دارن که بتونن خودشون رو مطرح کنن در سطح جهانی. خب یک سری مطالب که در سخنرانی‌های قبلی گفته شد من صرف نظر می‌کنم. نگاه جرم انگارانه به حرکت‌های ورزشی برای زنان از ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران پایه بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد محرومیت‌ها برای زنان در تمام رشته‌های ورزشی شد. در سال‌های بعد نیز اگرچه این محدودیت‌ها همچون سابق نمود نداشت و با انتصاب فائزه هاشمی به عنوان رئیس فدراسیون اسلامی ورزش زنان تغییرات زیادی در ساختار فکری و عملی آن ایجاد شد، ولی تفکر همان تفکر محدود کننده برای زنان بود، چرا که دیدگاه آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مسئله ورزش زنان دیدگاهی کاملا متحجرانه است که زن رو در قالب مادر و همسر برای خانه‌داری بهتر میدونه تا فعالیت در عرصه‌های ورزشی و مدال آور در سطح بین‌المللی. ایشون میگن که در خانه‌هایی که زن در آن خانه خانه‌دار است، به طور طبیعی دائم در حال ورزش است. آقای خامنه‌ای همچنین میگن به هر حال خانم هایی که تحرک جسمانی ندارن خیلی خوبه و جا داره و شاید لازمه که نرمش و تکان دادن دست و پا و بدن رو به عنوان ورزش هر روز در منزل داشته باشن. این به سلامت جسمی و روحی و شادابی آنها در داخل خانه کمک خواهد کرد. این شما تصور کنید رهبر یه مملکت تصورش برای زنان از ورزش چجوریه؟ طی سالهای پس از انقلاب همواره تیمهای ورزش زنان و ورزشکاران زن از هیچ حمایت دولتی یا خصوصی برخوردار نبودند، چرا که ممنوعیت پخش تلویزیونی، تهیه عکس و گزارش از مسابقات زنان همواره جزو خط قرمزهای سیاستهای دولت در ایران بوده. به همین دلیل این گروه ها نمیتونستن حمایتگر مالی داشته باشن. ورزشکاران زن همواره از نبود امکانات ورزشی شکایت داشتن. همینطور مسئله حجاب اجباری برای زنان ورزشکار از معضلات عمده ورزش ایران در سطح بین المللی و داخلی هست. حالا یه صحبت هم داشته باشیم در مورد قوانین موجود در جمهوری اسلامی، ببینیم قانون اساسی چی میگه. طبیعی است که از منظر حقوقی نمیدونیم چرا محدودیت ورزش برای زنان وجود داره. اگر منبع قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مبانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، نمیتوانست محدودیت جنسیتی به وجود بیاورد. اما در جمهوری اسلامی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در بحث ورزش زنان همواره منابع فقهی و شرعی منبع قانونگذاری هستند. در اصل 19 و اصل 20 قانون اساسی ایران عنوان شده که مردم ایران از هر قومی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. رنگ و نژاد و زبان و جنس سبب امتیاز نخواهد بود. اما این قانون باعث نشده که ممنوعیت‌ها به روش‌های مختلف
اعمال نشه، چه اینکه در بندهای مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر اصل 115 که ریاست جمهوری رو تنها مختص مذهب شیعه میدونه. خب این ناقض همین اصول 19 و 20 قانون اساسیه. با اینکه در قانون اساسی ایران به صراحت نسبت به ممنوعیت برای ورزش زنان اشاره این نشده، اما این شبهه وجود دارد که مسئولان تصمیم گیر بر چه اساسی محدودیت های قانونی برای زنان در حوزه ورزش رو ایجاد می کنند. در قانون اساسی و در تمام قوانین موضوعه هر نوع آزادی و حقوق زنان موکول به حفظ موازین اسلام است. و میگه که باید محدودیت ها و اجازه ها را در حوزه فقهی جستجو کرد. این مجوزها در اختیار مردم نیست، بلکه اجازه چنین تصمیم گیری هایی با فقهایی است که با حکومت جمهوری اسلامی همکاری دارند. اونها هستند که تصمیم میگیرند که حالا قانون اساسی چه تغییراتی بکنه و آیا اجرا بشه یا نشه. سرانه محدود فضاهای ورزشی برای زنان در ایران واقعا خیلی کمه و این سرانه به ویژه در روستاها و شهرستانها حتی کمتر از شهرهای بزرگه و این در حالی است که زنان در این مناطق برای تأمین سلامت روان خودشون خیلی به ورزش کردن نیاز دارن و نیازمند جایی هستن برای تخلیه انرژیشون. خب فکر می‌کنم که خیلی صحبت از زنان کردیم، یه اشاره هم کنیم به محدودیت‌های مردان. خب محدودیت مردان مسلماً خیلی کمتر از زنان هست، ولی خب همونطور که سخنرانان قبل اشاره کردن، محدودیتشون در رابطه با اینی که نمیتونن با حالا بعضی از کشورها مثل اسرائیل مسابقه داشته باشن. در سال 1983 بیژن سیفخانی، کشتیگیر فرنگیکار ایران، در مقابل رابینسون کوناشویلی از کشور اسرائیل در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی در کیف اوکراین حاضر شد و پس از پیروزی در این کشتی، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی دستور بازگشت کاروان ایران را صادر کرد. و پس از انقلاب اسلامی بارها ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی منع شدند. در سالهای اخیر تصمیمات غلط جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی و داخلی مثل عدم حضور ورزشکاران ایران در برابر ورزشکاران اسرائیلی از مزلات عمده ورزش ایران بوده و اکنون به واسطه بحران مالی حتی در رشته هایی که ایران در اونها مدعی و صاحب نام هست نیز با معضل روبرو شده و نتایج ضعیف کم سابقه ای رو برای ایران رقم زده و میتونیم به آمار مهاجرت و درخواست پناهندگی از کشورهای دیگه از سوی این ورزشکاران به دلیل همین مشکلات اشاره کنیم. ماجرای بازی نکردن بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارجی به هنگام رویارویی با حریفی از اسرائیل در مسابقات ورزشی سالها سوژه اصلی رسانه‌های داخلی و خارجی بوده و هست. در چند سال اخیر نیز سیاست‌های مجامع بین‌المللی ورزش بر روی این موضوع و لزوم عدم ورود سیاست در ورزش و نداشتن نگاه سیاسی به ورزش سبب در نظر گرفتن محرومیت‌های سنگین برای ورزشکارانی شده که به دلایل سیاسی با ورزشکارانی از کشورهای دیگه حاضر به رقابت نشدند. هرچند مجامع بین‌المللی در خصوص عدم ورود سیاست در ورزش بعضاً برخوردهای دوگانه و متناقضی داشتند، مثل برخوردی که با تیم عربستان اشاره اتفاقاً شد در ماجرای بازی نکردنشون در ایران داشتند، اما نمیتوان صحیح بودن اصل این سخن رو انکار کرد که روح ورزش اجازه ورود نگاه‌های سیاسی رو به این حوزه نمیده. در صورت شاید سفت و سخت‌ترین مواضع رو در این خصوص ایران داره در عدم رویی با حریفان اسرائیلی، خواه در قالب تیم‌های ایرانی، خواه در قالب تیم‌های ایرانی یا غیر ایرانی و سالیانی که بر این مواضع خودشون پافشاری می‌کنند. تا
جایی که ورزشکاری رو که از روبرو شدن با حریفی از اسرائیل امتناع کنن به مثابه یک قهرمان میدونن، اما در ورزش های انفرادی اگر زمانی قرار باشه به قید قرعه مثلا یکی از رزمیکاران ایران در قبال یک تیم خارجی مقابل حریفی از اسرائیل قرار بگیره، باید مقابل وی بازی کنه. اما اگر ورزشکاری از ورزش های انفرادی ایران در قالب تیم ملی مثلا در میدان المپیک و در فینال و یا نیمه نهایی یا سایر مراحل مقابل حریفی از اسرائیل قرار بگیره، اون رو نباید بازی کنه. آیا باید 4 سال زحمت شبانه روزی خودش رو نادیده بگیره و از اینکه شاید بتونه نامش رو در تاریخ جاودانه کنه عبور کنه و به دروغ و به خاطر محروم نشدنهای بعدیش از سوی مراجع بین المللی بگی به دلیل مصدومیت نمیتونه بازی کنه؟ در ورزش های تیمی هم 2 حالت وجود داره. عدم رویارویی در قالب تیم ملی ایران با حریفان اسرائیلی که در این حالت فارغ از نادیده گرفتن قاعده بین المللی عدم ورود نگاه سیاسی به ورزش، اصولا مشکل خاصی در بین صاحب نظران سیاسی و ورزشی وجود ندارد، چرا که یه تصمیم ملیه و فارغ از تبعات مادی و غیر مادی که احتمالا برای فدراسیون مربوطه داره تبعات دیگری نخواهد داشت. لذا به راحتی میتونیم با یک نگاه کاملا سیاسی و غیر ورزشی از بازی کردن در مقابل حریف امتناع کنیم. شاید به همین دلیل مثلا از صعود به مرحله دوم مسابقات جام جهانی باز بمونیم. یا عدم رویارویی در قالب یک تیم غیر ایرانی با حریفان اسرائیلی که اینجا دیگه فقط قاعده و نزاکت بین المللی و مرام پهلوانی و از این دست شعار و از این دست شعارها نیست، پای یک قرارداد در میانه و در واقع بازیکنان شاغل در خارج از کشور در قالب هر تیم ورزشی اهم از فوتبال، هندبال یا بسکتبال یا هر تیمی، حتی ورزشکاران ورزش‌های انفرادی شاغل در خارج از کشور به واسطه یک قرارداد و تعهدی که به اون باشگاه دارن ناچارن مواضع و منافع باشگاه خودشون رو در نظر بگیرن و به اون پایبند باشن. از نظر شرعی که ما داریم که همه مؤمنین باید به تعهدات خودشون پایبند باشن، اگه از نظر حقوقی هم حساب کنیم که جریمه های سنگینی گریبانگیرشون میشه، از نظر عقلی هم اصلا درست نیست. بنابراین اینکه بازی کردن احسان حاجی صفی و مسعود شجاعی رو در مقابل حریف اسرائیلی محکوم میکنن و میگن دور از مرام پهلوانی بوده و مایه ننگ جمهوری اسلامی، واقعا نه اخلاقیه، نه حقوقیه، نه قانونیه. اما سؤال بسیار ساده از حراست وزارت ورزش، بسیج ورزشکاران، فدراسیون فوتبال و سایر اشخاصی که خودشون رو متولی این مسائل میدونن و وظیفه خودشون میدونن که بلا فاصله در چنین مواردی بیانیه میدن و این حرکات رو محکوم میکنن و دفاع میکنن از مردم مظلوم فلسطین، این سوال هست که آیا شما حاضرید به جبران خسارت مادی و معنوی این ورزشکاران در صورت تخلف از تعهداتشون بر بیاید؟ خب قطعا منفی پاسخشون و شاید فقط در یک مراسم تجلیل یه سکه طلا به اونها داده بشه و بعد هم ورزشکار میمونه و حاضرش. از نظر عقلی و نمیدونم حقوقی هم خب گفتم که هیچ منطقی نیست این کار. این محرومیت ها و محدودیت ها باعث میشه ورزشکاران مجبور به ترک ایران بشن، مثل هدا جرا و مونا پورساله. طول عمر حرفه‌ای یک ورزشکار در بازه زمانی تعریف شده برای هر رشته حداکثر 10 ساله و این در حالیه که برای قهرمان شدن و در اوج ماندن باید سالها ورزش رو به صورت اختصاصی دنبال کنن و تمام وقتشون رو به عنوان تنها حرفه‌شون صرف کنن. رشته‌های غیر از فوتبال، والیبال و بسکتبال در برخی باشگاه‌های کشتی که درآمدهای میلیاردی شامل اونها نمیشه،
اونقدر محجور ماندن که درآمدهاشون گاهی میلیونی هم نیست، در حالی که وقتی پای المپیک و بازی های آسیایی و دیگر رقابت های بین المللی و دستگاه های افتخار و ورزش افتخاری میاد، همین مدال ها رو به خودشون اختصاص میدن و در طول سال کمترین توجهی به مشکلات ورزشیشون نمیشه. برای نمونه وزن برداری هم که همیشه کمکی برای رتبه بندی در جدول المپیک بازی های آسیایی بوده، یا دو میدانی شمشیر بازی و بسیاری از رشته های دیگه که افتخار می آفرینن و بعد با جیب خالی میرن و یک سال تمرین میکنن تا آقایان وزارتی در موقع لزوم گزارشی مبسوط از عملکردشون در دوران ریاستشون ارائه بدن. ورزشکارانی که در طول سال شاید 6 ماه اردوی اختصاصی داشته باشن و بقیه سال رو هم انفرادی تمرین میکنن، باید نیازهای معیشتیشون برطرف بشه. یادمون نرفته یکی از قهرمانان صخره‌نوردی ایران برای حضور موفق در رقابت‌های پیش روی مدال دوره قبل خودش رو فروخت تا بتونه هزینه اردوی آماده سازی رو تامین کنه. ورزشکارانی که با مسافرکشی و دست فروشی در کنار پیاده روها رؤیای به اهتزاز درآوردن پرچم ایران رو در سر می‌پروراندن و همین بغل گوشمون در خلیج، در حاشیه خلیج فارس، برای به دست آوردن چنین گوهرهای کمیابی میلیاردها دلار هزینه می‌کنند. در هر صورت زیرمجموعه‌های وزارت ورزش و جوانان به عنوان بازوهای شناختی و اجرایی وظیفه دارند در این باره مشکلات رو رصد کنند و شرایط و بستری رو فراهم کنند تا ورزشکاران با فراغت و آسودگی خیال از حیث معیشت در جهت پیشرفت و مساف با رقیبان تا بن دندان مسلح به تمرینات بپردازن. یه اشاره کوچیک هم کنم به گردشگری. گردشگری امروزه به صنعتی پرسود در سطح جهان، بخش جدایی ناپذیر از اقتصاد جهانی تبدیل شده و خلاف گذشته صنعت گردشگری محدود به بازدید از مکانهای تاریخی و قسمتهای زیبای شهر و جاهای سنتی نیست، بلکه مرزهای این صنعت بسیار فراتر رفته و امروزه با انواع مختلفی از گردشگری ما روبرو هستیم. گردشگری درمانی، گردشگری حتی ورزشی، و نمیتوان از تأثیرات اقتصادی، اشتغال زایی، رشد مناسبات فرهنگی و بین المللی و به تبع آن ایجاد فضاهای ورزشی استاندارد و بین المللی چشم پوشی کرد. اما با بی تدبیری مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران تمامی راه‌های رشد و پیشرفت بسته شده. البته هنگامی که ایران با موج فرار ورزشکاران روبروست و به دلیل بیکفایتی ها وضعیت فدراسیون های ورزشی روز به روز رو به وخامت است، نباید چندان امیدوار بود که وضعیت گردشگری ورزشی چندان آش دهنسوزی از آب در بیاد و توانایی جذب مخاطب اون هم در سطح بین المللی رو داشته باشیم. در پایان با توجه به مشکلات عدیده و چالش‌های سیستماتیک در امر فعالیت‌های ورزشی و ورزشکاران در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی که منجر به مهاجرت گسترده این طیف از هموطنان به خارج از کشور شده، نیاز به رویکردی اساسی در ایجاد برنامه‌ریزی بلند مدت و نیز تغییر جهت رسانه‌های گروهی در جهت حمایت جامعه ورزشی توصیه میشه، چرا که پیشتر چالش‌های مطرح شده دیگه معلول دو چالش مذکور. در دولتی که حتی گرفتن سلفی با فوتبالیست‌ها ممنوع میشه، آیا میتوان انتظاری بیش از این داشت؟ و در پایان هم اشاره میکنم که ورزشکاران مردمی ایران حتی نمیتونن با ملت در شرایط دشوار ابراز همدردی کنن، که نمونه اخیرش هم
ممنوع تصویر شدن گوریا قفوری رو داشتیم در تلویزیون و حذف اون از جمع بازیکنان. خیلی ممنون که به صحبت‌های من گوش دادید، همراهی کردید. من مایک رو رها می‌کنم. تشکر خانم شاستوانی عزیز که جامع و کامل برامون توضیح دادیم، واقعا عالی بود. تشکر از شما. بله واقعا مشکلاتی که هست و همش هم برمیگرده به نظامی که سیاست دین توی همه حیطه‌ها رخنه کرده و متاسفانه همه وزارتخونه ها، حالا ورزش که باید کارشناسانه عمل بشه، متاسفانه فقط فارغ التحصیلان حوزوی که حیطه دینی میشه و مسئولانی که سپاهی هستن دیگه انتظاری بیش از اینم نمیشه داشت که وضع و روز مملکت و ورزش و هنر و همه چیز اینطوری شده باشه و ورزشکارانی که واقعا علاقه دارن که به جایی برسن چاره جز مهاجرت پیدا نمی کنن متاسفانه. تشکر از شما دوستان. اگه نکته نظری برای ارائه دادن هست من اون راهنمایی کنیم که مایک رو براتون آزاد کنم، اگرم نه که میرسیم به بخش بحث آزاد با موضوع حق پرورش که به مناسبت روز جهانی جمعیت در نظر گرفته شده. حالا همونطور که هممون دیگه میدونیم حق پرورش یک حق هم ذاتی میتونه باشه و هم شهروندی که البته مکمل اون همیشه آموزش هست، یعنی آموزش و پرورش دو جزء جدا نشدنی همدیگه هستن، هم آموزش مکمل پرورش هست و همون. و در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور کامل این دو مورد توضیح داده میشه و این ماده و حق اونقدر مهم و تاثیرگذار در سرنوشت انسان ها و جامعه هست که حتی توی هدف چهارم از اهداف 17 گانه سند 23 هم به این مهم پرداخته شده که حالا اهداف 17 گانه رو هممون میدونیم که تا سال 2030 باید به این 17 تا هدف کشورها رسیده باشن و احترام به این حق از طرف دولت‌ها برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنسیتی، نژادی واجبه. یعنی این حق باید بدون هر گونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همه افراد فراهم بشه، همه افراد جامعه. و دولت‌ها مکلفند که با بهره‌گیری از همه منابع در دسترس زمینه را برای بهره‌مندی شهروندان از آموزش و پرورش فراهم کنند. اما متاسفانه دولت جمهوری اسلامی در عمل مخالف با تعهدات موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و متاسفانه همچنین قوانین اساسی نوشته شده و مورد قبول خودشون هست و برای منافع مادی خود همه این موارد را زیر پا گذاشته و در عمل دولتی بدون مسئولیت در پاسخگویی و بی‌توجه به حقوق انسانی و شهروندی می باشد. 11 جولای روز جهانی جمعیت و هدف این روز آگاه سازی مردم درباره مسائل و مشکلات جمعیت جهان است. مسائلی مانند اهمیت تنظیم خانواده، برابری جنسیتی، فقر، سلامت مادران و حقوق بشر. متاسفانه هر کدام از این موارد را که با کشور عزیزمان ایران و شرایط حال حاضر آن بخواهیم بسنجیم پر از آمار و ارقام و اخبار وحشتناک و ناگوار است. به خصوص بعد از انقلاب سال 57 و روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی ایران شرایط فقط برای پسرفت مهیا می شود و کشور از هر نظر و مقایسه‌ای به قعر تمام جدول‌ها سقوط کرده است. از نظر فقر اگر بررسی کنیم همه داریم می‌بینیم که متأسفانه این حد از فقر و تورم و جهش جمعیت به زیر خط فقر در کشور در 100 سال اخیر بی‌سابقه شده
و حتی مسئله فقر هم در ایران اونقدر امنیتی شده و واضحه که در فضای امنیتی هیچ کس امکان گفتگو نداره و اگر کسی در هر مورد یا موضوعی بخواد آزادانه نظرش رو عنوان کنه، متاسفانه فقط میتونیم توی زندان ها پیداشون کنیم. در طی چند سال اخیر متاسفانه 90% از مردم ایران زیر خط فقر و متاسفانه کاری که جمهوری اسلامی ایران پی در پی و پیوسته در حال آن است تولید فقر و فقیر است و روز به روز به آمارهای فقر مطلق، خط گرسنگی، گرسنگی مطلق و به تبع آن دزدی و غارت، چه مردم از مردم، چه دزدی از اموال همگانی و زیرساخت‌ها افزایش پیدا می‌کند که نتایج آن می‌تونه حادثه‌ای مثل متروپول رو در بر داشته باشد. فقر همچنین منجر به پدیده بازماندن کودکان از تحصیل، افزایش کودکان کار، رواج خرید و فروش اعضای بدن، سوء تغذیه، حاشیه نشینی، ازدواج کودکان و خیلی مسائل بغرنج دیگه میشه. با این بررسی کوتاه و سطحی از فقر، حالا به نظر شما که ایران که از نظر منابع ثروت واقعا موقعیت بی‌نظیری در دنیا و خاورمیانه داره، چرا دولت و مسئولان اون رو به این روز انداختن و هدفشون از این اوضاع چی میتونه باشه و آیا اصلا راهکاری وجود داره برای ارائه دادن که این شرایط رو به بهبود باشه یا نه؟ خوشحال میشم که با نظراتتون همکاری کنید و اگه صحبتی هست آقای احمدی خواه، مایک برای شما آزاد. درود و وقت بخیر بر همگی دوستان. در ابتدا لازم میدونم دو تا موردی که خب واقعا نشد تو جلسه بگم چون خیلی مهمه به نظر من. یکی که اینی که دولت سوئد موافقت کرده 30-40 تا کرد رو برگردونه ترکیه، مثلا خیلی جنایت بازی که فقط بتونه بیاد تو ناتو سوئد. از اون برم همونجی که میدونیم بلژیک با اینکه شورای حقوق بشر اروپا توشه داخل اونجاست، داره یه تحریه تصدیب میکنه که هر کی اومد تو اینجا ترور کرد، کاری کرد، زندانیشو محول کنن که تو ایران بگذارن. به این صورته که خب شما میتونید ترور کنید برگرد ایران جایزه بگیرید. نتونه تر نگرفتن هم که خب نگرفتن، جایزه تا پیش دادن بهت. ولی اگه گرفتن اگه تاج گل بهت میدن خوشحال شی، معروف هم شی. این دوتا مورد گفتم دوستشم بگم. راستای حرفتون همونجور که شما فرمودین، خب پرورش لازمه شون که یه بستر مالی داشته باشین. آدم فقیر دیگه به حد اقلا میپردازه. منی که نون ندارم بخورم نمیرم درس بخونم، یا منی که تو تأمین یه سقف بالا سرمه دنبال این نیستم چی باید چی نباید، چه چیزی خوبه چه چیزی آینده بازم مفیده، من باید الان بقا داشته باشم. به خاطر همین حالا شما داری میگین دولت جمهوری اسلامی خب با دنیا در حال جنگه، از اون برم خب تحریم، این تحریم شوخی برداریست، به قول خودشون قوی ترین تحریم تاریخ. خب قاعدتا تحریم آدم فقیر میکنه، راه گد چیزش هم که یا شد دولت جمهوری از موازش بیاد پایین جمهوری اسلامی یا دنیا، حالا نمیدونم کی میخواد کوتاه بیاد. همونجوری که شاهدیم سر یه موردی مثل بلژیک، خب اینا حتما یه امتیازایی میگیرن که این کارو میکنن، چون علکی لوعبت نمیکنن تو جنایتی سرپوش بذاری. متاسفانه خیلی کشورها هم میان به راحتی مثلا نفت 130 یورو خب یه عدد خیلی پایین‌تری میخرن، منافع خودشون رو نگاه کنم. چیزی که اگر گذشته رو نگاه کنیم به عنوان مثال، حالا خارج از بحث ایران، یک قتل مثال خاشخچی آمریکا الان ما گفت ما 500 میلیارد چند صد میلیارد معامله تسلیحاتی داریم با عربستان کنم، خیلی راحت کشت که کشت چیزی که بود. حالا در رابطه با ایران هم همینه، طرف خواسته بیاد عملیات تروریستی انجام بده میره در سند مجلس تصویب بشه که خیلی خنده داره گناهش قانون. وقتی کسی شدم قانون یه خیالشون راحته دیگه، میگن آقا قانونه برین اونجا باز خودتون هر کاری کردن، نگرفتن یه پاداشه بگیرن دو تا پاداش میگیرن، خیلی خطرناکه. ولی خب همین بحثی که حالا خارج از بحث زیاد نشیم، خب وقتی که جامعه اینقدر فقیره، فقر فرهنگی میاد، فقر فرهنگی مثل دومینو میاد، هی میره جلو، هی بیشتر آسیب میزنه به جامعه. خب نگاه کنین چقدر سطح
جنایات ها رفته بالا، چقدر دزدی، چقدر به قول معروف سرقت، چقدر آدم کشی و و و و ایده اضافه میشه. چرا؟ چون که مردم برای بقا مجبورن بیشتر ریسک بکنن، بالاخره خلاف کردن ریسک دیگه، یا تو چارچوب اخلاقی نبوده، یعنی دیگه واسه شما اهمیتی نداره دیگری چه فکری در رابطه شما بکنه و یا اصلا قرار در آینده چه بلایی سرت بیاره. مثلا ذات مهم یه الان بره جلو تا بعد، حالا اگه خوب شد من خوب میشم، البته که دیگه نمیشه، چون که شما وقتی عادت کنید به پول راحت یه برمیگردی، یه بار دوبار میری دزدی میکنی، خلاف میکنی، چه دارم یکی از کسانت بیمارستان پول نداره عمل بشه یا دارو داشته باشه، دفعه بعد میشه عادت، میگی چه پول خوبی بوده راحت باش. خیلی بحث ادامه ندم، دوست دارم در بحث شرکت کنم، روز خیلی خوبی داشته باشید. تشکر، ممنون جناب احمدی خان. بله واقعا همونطور که فرمودین، نمیدونم حالا چرا اروپا این تصمیم گرفته که دقیقا عملا داره به حیات خلوت جمهوری اسلامی تبدیل شده، یعنی با این لایحه‌ای که اصلاح کرده فکر کنم تاییدم شد تصویب شد، این دقیقا اروپا حیات خلوت جمهوری اسلامی شده، یعنی راحت میان به قول شما دیگه دوتا پاداشم میگیرن، همیان ترور میکنن، گرفتن نگرفتن در صورت پاداششون رو میگیرن، حالا اینجا هم گرفتار شدن باز محترمانه برشون میگردونن و در هر صورت پاداششون رو میگیرن. و نمیدونم اروپا چه فکری کرد و حداقل نه حالا به خاطر فعالان سیاسی یا حقوق بشری که اینجا دارن فعالیت میکنن و جونشون واقعا باز اینجا هم در خطر میفته، حتی به مردم خودشون هم رحم نکردن، چون عملا کسی که میاد ترور میکنه فقط حالا میخواد کارشو انجام بده و براش مهم نیست که در این راستای این هدفی که میخواد انجام بده، خب اونی که میخواد بکشه چند تای دیگه هم کشته میشن. حالا از مردم اروپا این در لایه‌ای که تصویب کردن در اصل برای خودشون هم خطر داره، حالا دیگه بماند فعالانه که دارن توی اروپا فعالیت میکنن. واقعا این خیلی لایه‌ای بود که واقعا همه توش موندن که چرا اینو تصویب کردن، ولی خب دارن یه سودی میبرن اینا اروپا که این بر همه مشهوده. تشکر خانم شاهسوانی عزیز، من مایک رو برای شما باز میکنم، بفرمایید در خدمتتون هستیم. ممنون. در رابطه با حالا بحث آزاد امروزمون، حق پرورش و همجوری که شما فرمودید آموزش و پرورش، خب ما میایم توی ایران نگاه میکنیم که اولا مطالبی که آموزش داده میشه واقعا خیلی فقیره. هر ملتی پیشرفتش از پیشرفت فرهنگی شروع میشه، یعنی وقتی بچه ها راجع به هر چیزی بهترین ها رو آموزش بگیرن، در آینده میتونن خیلی مفید باشن برای اون جامعه، حالا چه در زمینه بهداشت باشه، چه در زمینه اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، همین در زمینه حقوق بشر. الان این موارد رو ما واقعا توی مدارسمون نداریم که به بچه‌ها آموزش داده بشه از همون ابتدا، چرا که بعدا میگن که خب اینا حقشون رو بعد طلب میکنن و ما نمیخواییم بهشون بدیم، پس چه بهتر که اصلا توی کتاب درسی نباشه. در عوض چه آیتمایی میارن تو کتابای درسی؟ ما خودمون شاهدیم دیگه، چیزایی که اصلا نیازی نیست بچه توی اون سن بخواد مغزش رو پر از چیزایی بیهوده کنه. یکی این بود. یکی هم میخواستم اشاره کنم به اون طرحی که گذاشته بودن که طلاب رو بیارن در زمینه آموزش و پرورش. آخه یه طلبه چی میتونه این نشونه یه بچه بده جز چیزای دینی که مغزش رو از همون ابتدا شستشو بده؟ میتونیم اشاره کنیم به تبعیضی که واقعا در زمینه آموزش و پرورش در ایران هست. عکسایی که آدم میبینه از کلاسای درسی بچه های سیستان، بلوچستان یا جاهای غربی شهر، خوزستان، واقعا مناطق محروم. خب این کشور ما که فقیر نیست، ولی واقعا درآمدهای ایران صرف چه کارایی میشه؟ چه چیزی مهمتر از آموزش و پرورش، اونم برای بچه ها
مخصوصاً در سنین ابتدایی. پس تنها نتیجه‌ای که می‌گیریم نه برای آموزش اینو ارزش قائلن، نه برای پرورش ارزش قائلن، نه برای ملت ارزش قائلن. تنها چیزی که براشون مهمه ایدئولوژی خودشونه که تنها اونو گسترش بدن. متاسفانه. خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید. مایک رها میکنم. تشکر از شما بانو شاه‌سمنی عزیز. ممنون که شرکت کردین در بحث. بله متاسفانه فقط ایدئولوژی اسلامی رو اینا میخوان پرورش بدن. حالا طرحایی که ارائه میدن به قول شما طلاب اصلا چه ربطی به مدارس دارن و ما استادا و معلمایی که عالی داریم که میتونن علاوه بر تدریس ذهن بچه ها رو پرورش بدن، رشد بدن، متفکر کنن. ولی حالا این شیوه هایی که میگذارن گذاشته بودن چند وقت پیش که من خیلی اینو ناراحت شدم، این که بچه ها رو گورستانگردی ببرن. یعنی گورستانگردی خب یک بچه ابتدایی به چه داره؟ این فقط این که بچه ها رو افسرده بار بیارن توی غم، ناراحتی، غصه، گریه، که اون چیز ایدئولوژی اسلامی و مذهبی فقط روی اینا اشراف داشته باشه. فقط و فقط هدفشون همینه، یعنی هیچ ایده دیگه ای ندارن. و متاسفانه وقتی که یک حالا فارغ التحصیل حوزوی ولی کسی که تا کلاس ششم ابتدایی درس خونده و ریاست یک مملکت رو دست میگیره، بهتر از اینم نمیشه. البته خب تمام اینها دیگه برمیگرده به رهبر جامعه که حالا تصمیم گیریش اینه که کل نظام یک جور باشه، همش فقط سرکوب اسلام، همین فقط. تشکر، مرسی. من آقای احمدی خواه، مایک برای شما آزاده. بخواه خیر مجدد. ببینید اینا ایدئولوژیشون نباید آدم غافل میشین، اینا از روز اول ایدئولوژیشون بودی که گسترش فرهنگشون و تمرکزشون، تمدنی که تو ذهنشون ها، نمیدونم درستی یا غلط، هرچی تمدنی رو بربرها هم واسه خودش واکینگ هم یه تمدنی داشتن، میتونستی بگیم مثلا تمدن واکینگ ها. اینا از به قول معروف همین شهردار تهران، همین شهردار که اخیرا هستش، با افتخار میگه ما کاری کردیم که بیسرا 24 ساعتش. آقا چه مملکتی که قبرستان رو 24 ساعتی بکنی شهردارش بهش افتخار کنه؟ ببینید وقتی کسی که میاد به قول شما 6 کلاس سواد داره، وقتی رئیس باشه سعی میکنه کسی که پایین تر از خودشو بذاره. میگه من نمیتونم با سیکت بیام برم یه دکترا بذاره بالا سرم، خنده دار میشه یارو، من این میبره زیر سوال با حرفا و سوالش. سعی میکنم مثل خودم آدما رو بی سواد بذارم، میان تو کمپینگ های انتخاباتی 4-5 نفر رو میارن که وقتی که دارن مناظره میکنن وقت بقیه رو بگیرن، طرف نتونه دفاع کنه از طرز فکرش. بعد که انتخابات شد میان توزیع حکم مقام میکنن. طرف بهش گفتن آقا بی برو مثلا انرژی هستی همین شهر داره. گفتن آقا نه من شهرداری رو دوست دارم. آقا من این بستنیه که مثلا میگم من این بستنی مدلی دوست دارم. یعنی یک نفر تو ایران نیستش که مثلا سواد عمران و شهرسازی خونده باشه، مثلا لیسانسش بیشتر هم. ولی در این راستا اینا خب دوست دارن هی غم و مشکل رو ایجاد بکنن، مردم رو شبیه هم کنن، شبیه سازی کنن، آماده جهاد و فدا شدن در راه سیستم بکنن. همینی که هست میبینیم که کتابا جبهه و جنگ و اینا هست، مثلا قام دانشگاه قبلا نبود، الان دفاع مقدس میذارن، فردا روزی شاید بیان بگن زندگی نامه فلان سردار هم بشه جز درسا. من نمیدونم مثلا کسی که مثلا در رشته پزشکی میخونه چرا باید بیاد جبهه و جنگ رو بخونه؟ شاید تا اینکه ما عطف مسبق میخونه. مثلا شما یه زمان فوق لیسانس گرفتی 7-8 سال گذشته اومدی برید دکترا بخونی، میگه خب این واحدتون دنگ زرودی، شما این که دارید دکترا میخونی باید برید بغل لیسانس ها بشینی، یعنی اون که دانشجوی لیسانس دفاع مقدس هم بخونی. اینا فقط ذهنیت سازیه، مثلا پرورشی وجود نداره. پرورش منظور اینا فقط از پرورش اینه که او چیزی که ما میخوایم رو مردم القا کنن، عادت کنن بهش انجام. بازم تشکر میکنم وقتی که تشکر. ممنون جناب احمدی خواه. بله واقعا درسته. خانم شاه‌سمنی هم دستشون بالا هست. خانم شاه‌سمنی من مایک رو براتون آزاد میکنم، بفرمایید در خدمتتون هستم. همونطور که فرمودید روز جهانی جمعیت هم داشتیم، اینا هم که اون طرح افزایش جمعیت رو دادن
ولی من میخوام بگم که اینا توی همین جمعیت کنونی و از پس همین بچه های کنونی هم بر نمیان. ما طی سال گذشته چه تعداد زیادی از بچه ها رو داشتیم که به دلیل فقر اقتصادی و نبود امکانات ترک تحصیل کردن. روزانه چقدر توی ایران شاهد هستیم که بچه ها زباله ها رو میگردن. توی همین تعداد هم نمیتونن اینا امکانات و رفاه در حد متوسط رو برای بچه ها فراهم کنن. چطور توقع دارن که جمعیت بالا بره با وضعیت کنونی؟ الان که مردم واقعا به قول شما زیر چقدر از نظر اقتصادی فقیر شدن مردم، چطور میتونن انتظار داشته باشن که جمعیت افزایش پیدا کنه؟ برای همین بچه ها هیچ امکاناتی نیست. من الان داشتم میخوندم چقدر میرن توی استخرا غرق میشن، توی شهر بازی از اون بالا میفتن میمیرن. آخه چه امکاناتی رو برای تفریح بچه ها، برای آرامش روحی بچه ها اینا فراهم کردن و انتظار دارن که تازه تعدادشون هم بالاتر بره؟ من واقعا موندم، یعنی بدون اینکه اصلا حتی فکر کنن میشنن قانون همجوری برای خودشون میدن بیرون. و میخواستم اشاره کنم به یه موضوعی در مورد حالا پرورش در سطح مدارس. چقدر خوبه که خب واقعا پرورش واقعی باشه. ما خودمون توی مدارس بودیم، چقدر به ما یاد میدادن که ریاکار باشید. یعنی اگر مثلا به فرض میگم روزه نیستید ولی دروغ بگید که روزه ایم، خودتون رو مثلا وانمود کنید که روزه ایم، این عین ریاکاری و دروغه. چی به واقعا بچه ها اینا آموزش میدن و پرورش علوم امور تربیتی بود فکر میکنم، مثل حراست بود تو دانشگاه، که چی واقعا نشونه بچه ها میدن؟ ممنونم از فرصتی که به من بدید. تشکر از شما خانم شاسوانی عزیز. بله واقعا درسته و متاسفانه توی مدارس الان میبینیم. میگم من دوتا خواهرزاده هم دختر هستن، توی مقطع کلاس نهم هستن که درس میخونن و مدرسه دخترانه. واقعا یه چیزایی که میشنوم واقعا نمیتونم تحمل کنم. خیلی حالا مدیران مدارس رو یه جورایی کردم که خیلی از مدیران قبلی رو من میشنوم، چون که میگم خواهرم هم دبیر هست، مدیرانی که با ایدئولوژی اینا همخوانی ندارن همه رو دارن پاکسازی میکنن، همه رو دارن برکنار میکنن، مدیران آموزش و پرورش، مدیران مدارس و دبیرانی که با اینا همخوانی ندارن همه رو دارن برکنار میکنن. و هر کسی که فقط به شیوه جبر و خشونت با بقیه و بچه ها رفتار میکنه و فقط و فقط مذهب و اسلام رو میتونه ترویج بده، فقط اینا رو میذارن. حالا براشون مهم نیست که بچه ها چه چیزی رو یاد میگیرن، اصلا کسی میتونه بیاد ثبت نام کنه، هزینه تحصیل داره نداره، هیچ چیزی براشون مهم نیست. فقط و فقط مثلا توی مدارس دخترونه که من میرم اینکه حجاب تو رعایت کن، مقنعت بلند باشه، جورابت مشکی باشه، ناخونات کوتاه باشه، آرایشی نداشته باشی، هدبند داشته باشی. اصلا توی بحث آموزش و پرورش اصلا این چیزا اجباری نباید، باید مدارس به فقط اینکه بچه‌ها خلاق باشه ذهنشون، این بچه‌ها یاد بگیرن آیندگان یه مملکتن. ولی خب متاسفانه به قول آقای احمدی خواه وقتی کسی که خودش 6 کلاس درس داره، سواد داره و تحصیل کرده، اصلا این چیزا نه براش مهمه و اهمیت هم نمیده که حالا کسی درس بخونه نخونه، فقط چیزای منافعی که برای اینا مهمه اصلا ورای این صحبت هاست. و متاسفانه امیدوارم که فقط و فقط هر چه زودتر مملکت ما از دست اینا راحت شه. آقای مصطفانیا، من مایک رو برای شما آزاد میکنم، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم. ببینید به نظر من ما
این اتفاقی که توی کشورمون افتاده اصلا در واقع مختص ایران نیست. ما توی در واقع سابقه انقلاب‌های ایدئولوژیک که خب حالا به تبع اون بعدها حکومت‌های ایدئولوژیک هم توی اون کشور مستقر شدن، اگه بخوایم نگاه بکنیم به عنوان مثال توی شوروی، ببینید توی ذهن حاکمان در واقع یک دنیای مجازیه و به موازات اون توی جامعه ما یک دنیای حقیقی داریم. توی دنیای حقیقی خب مردم درگیر یک سری مسائل حقیقی هن، به آموزش نیاز دارن و شکمشون باید سیر بشه و مسائلی از این دست. توی اون دنیای در واقع مجازی که توی ذهن حاکمان هست، اونها فکر میکنن که خب همونطوری که آقای احمدی خان فرمودن میتونن که جامعه رو به یک شکل در بیارن، همسان سازی کنن. توی اون دنیا در واقع حالا به تبع اون ایدئولوژی و حالا اون فکری که حالا اون حاکمان دارن، در واقع علم تعریف خاصی داره، فرهنگ تعریف خاصی داره، روابط انسان ها تعریف خاصی داره و اون حکومت تلاش میکنه که مردم اون کشور رو در واقع اون دنیای مجازی رو حاکم بر اون کشور بکنه. میگم اصلا مختص ایران هم نیست، توی شوروی هم اینطور بود، حتی همین الان توی کشورهای مثل چین و مثل کره شمالی و یا خود روسیه که حکومت‌های ایدئولوژیک اونجا حاکمن و در واقع قدرت رو دستشون دارن، هنوزم به همین شکل دقیقا مثل ایرانه، حالا با یه ایدئولوژی دیگه. و به نظر من خب این خیلی مهمه که مردم این مسئله رو بدونن و ما باید یادمون باشه که ببینید ما اینجا فعالیتی که داریم انجام میدیم، همیشه داریم عنوان میکنیم که آگاهی رسانی و افشاگریه. خب ببینید در راستای آگاهی رسانی وقتی که جامعه آگاه بشه از این شرایط، از این به این موضوع پی ببره که اون چیزی که توی رسانه ها دارن میگن در موردش داره تبلیغ میشه، چیزی جز یک قضیه یک دنیای مجازی نیست که هیچ وقت نمیتونه به واقعیت بپیونده، تلاش میکنن که خودشون بچه هاشون رو جوری پرورش بدن که توی اون دنیای واقعی بهش نیازه. یعنی در واقع از لحاظ تربیتی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ فرهنگی فرزندانشون رو توی اون جهت دنیای واقعی تربیت کنن. و به نظر من خیلی مهمه که خب به هر حال ما باید بجنگیم و تلاش بکنیم که اون حداقل های لازم رو از حکومت بگیریم، چون در واقع حقمون رو حکومت کشور، اون در واقع این حاکمیت کشور ما رو اشغال کرده به نظر من، و ما نمیتونیم چون که یه حاکمیت ملی نداریم نمیتونیم به اینم امیدوار باشیم که خب حالا ما یه حقی داریم و قراره که حاکما این حق رو به ما بدن. و این رو هم به نظر من خیلی باید تکرار بشه و در موردش صحبت بشه. من همین دیروز بود فکر میکنم یه خبری خوندم که توی جشن فارغ التحصیلی دانشگاهی که از دانشگاه استان کردستان یا حالا سمت کرمانشاه و اینا، یه جشن مختلطی بود که کردی میرقصیدن. بعد من امروز فهمیدم که 7 از اساتید اون دانشگاه که دوتاشون هم درجه پروفسوری داشتن و خیلی از لحاظ علمی مثلا تو کشور مطرح هستن و اخراج کردن. و این دقیقا توی اون دنیای مجازیه، چون اونجا اون رئیس دانشگاه اصلا به این فکر نمی کنه که علم از نظرش چیز دیگه ایه، اون اولویت های دیگه ایو به حساب در نظر داره. و من خیلی 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 فکر می کنم مهمه که ما در واقع واقعیت جامعه رو بدونیم و تلاش بکنیم که این رو به فرزندانمون یاد بدیم. دیگه عرضی ندارم، من مایک رو رها میکنم. تشکر، ممنون جناب مصطفی نیا. بله واقعا کاملا درسته و این نمونه رو توی فضای مجازی توی اخبارها واقعا به کرات میشنویم. حالا این خبر رو من خودم هم خوندم و همین چند وقت پیش توی شیراز نوجوانانی که حالا روز اسکیت بورد رو میخواستن جشن بگیرن و چند روز بعد نوجوان، یعنی وقتی که اگر کسی اینو بشنوه واقعا نمیدونه بخنده یا گریه کنه، آخه نوجوانی که فقط برای شادی و اون چیزی که براش جالب و جذابه حالا جمع شده جشن میگیره، چرا میخواد اینا رو بخوان دستگیر کنن؟ بفرمایید. آخه
واقعا آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه. خانم رهایی شما میگید نوجوان، من نمیدونم شما این خبر رو خوندید یا نه، چند روز پیش به یه دختر 3 ساله گشت ارشاد گیر داده بود و حالا برد مامانش رو بردن براش مثلا لباس و اینا تهیه کردن، یه لباسی پوشوندن تن بچه دختر بچه 3 ساله. حالا باید اینا که نوجوان بودن، من خواستم اینو فقط خدمتون بگم. بله حرفتون کاملا درسته. دختر 3 ساله چون میگم من خودم خواهرزاده هام و جلو چشمم بزرگ شده، واقعا به دختر بچه هم به لباساشون گیر میدن. یعنی ما خودمون این مشکل رو به چشممون میدیدیم. حالا دختر بچه هایی که 3 ساله 4 ساله لباس میپوشن بهشون گیر میدن، واقعا آدم میگم نمیدونه بخنده یا گریه کنه به حال این. واقعا چی بگم، واقعا حرفی نمیمونه. ولی اینو که شما میگین دقیقا توی جریان اعتراضات، حالا این بحث جداییه، ولی اینی که الان شما گفتین دختر بچه 3 ساله، میخواستم بگم که توی جریان اعتراضات متروپول برای آبادان، بچه 6 ساله رو توی این اعتراضات بدون پدر و مادر، حالا کسی که توی کوچه جلوی خونه، بچه 6 ساله رو میبرن همراه اونایی که گرفتن پاسگاه، که خود رئیس پاسگاه در میان میگه چرا اینو آوردیم، پدر و مادرش کیه؟ بچه‌ای که نصف شب با چشم گریون فقط و فقط به خاطر که جلوی خونه‌شون بوده همراه کسانی که گرفتن اینم بردن، 6 ساله دیگه چه حرفی میمونه واقعا. ببخشید دوستان دیگه که توی فکر میکنم حالا به ترتیبی که برای من افتاده، اگه اشتباه نکنم اول آقای احمدی خواه هستن، دستشون بالاست. آقای احمدی خواه مایک برای شما بازه، بفرمایید. درود و وقت بخیر مجدد. دو سه بار شد من صحبت کنم، معذرت. در راستای حرفای خانم شاهسانی بعد یه نکته رو بگم، دیدم خیلی بد نیست توضیح بدم. ببینید وقتی اینا میگن جمعیت زیاد شه چی میشه؟ اونی که مخالفه آخونده است قاعدتا این کار رو نمی کنه، جایت اگه میخواد بچه دارشه هم میخواد لش کنه نکنه. پس اون برم میبینی خب اون کسی که مخالفه حکومته سعی میکنه از ایران خارج، و اینا میان وقتی این دستور رو میدن، دستور رو دادشون میده طرفدارای خودشون که حداقل 20% جامعه است، نسل اونا زیاد میشه. یعنی اون چیزی که اینا میگن گام دوم انقلاب، به نظر من یه وقتش برمیگرده به این. یعنی شما اگر 2-3 تاشون هر کدومشون یکی دو تا بچه بیاره و به نسبت خروج مردمی که مخالفن از ایران، شما 30-40 سال آینده شاهد ببینید که حداقل 60-70% مردم فداییان رهبر. حالا درسته کیفیتشون پایینه، درسته فهم شعورشون و تحصیلاتشون پایینه، ولی اونا اینو میخوان که طرف خودشون جانفشانی کن. از اون برم میبینید دیگه هی دارن فشار میارن که معلمان رو جایگزین کنیم با کسایی که حوزه علمی رفته، یعنی یه سری ملا و آخوند رو بیارن جای یه معلمی که سواد داره تحصیلات داره. و کسی خروجی مطلب میشه چی؟ شما میری سر کلاس میشینی متنفر میشی. تونستی دیدین که جدیدن خبر اومده کار به دبیرستان یا دبیرستان و طرف میاد خارج درس میده. قبلا واسه دانشگاه میومدن، اول اوایل واسه دکترا میومدن، بعد فوق لیسانس شد، بعد شد لیسانس، الان واسه دبیرستان. نتیجه اینی که در بلند مدت اگر اینا دووم داشته باشن تثبیت میشن، مثل کتاب 1984 هر روز اصلاح میشه. اون چیزی که دیدن الان خوده باشین، هر روز میومدن چیزایی که قبلا رو دور میخدن چیزای جدید میخوان، یه تاریخ جدیدی، یه سرگذشت جدیدی میگفتن. و کسی هم حق نداشت اعتراض کنه، این وجود مثل کره شمالی بود بدترین نوع برخورد میکرد. الان هم که دستور رهبری بود که آقا این طرح سیانتو اگر قانونم نداری سریع و خیلی به قول خودشون انقلابی تصیب کنید، مردمو نتونن دسترسی داشته باشن به فضای باز و آزادی بیان. میگم این پرورشی که میگین دارن به مرور دقیقاً اون چیزی میکنن که مدینه فاضله خودشون، سرزمین شیر عسل مخصوص خودشون، که اینا بیان یه دروغی بگن، همه میگن به 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 به، هیچ کم معترض نباشه. چه اینکه فقر به این وحشتناکی، اگه یه بازیگری، یه ورزشکاری، یه فرد معمولی، یه نفر که 4 نفر فالوور داره بیاد یه حرف بزنه، ببخشید تو دهنش هم میذارم، میگم چی درباره فقر صحبت کردی؟ یعنی واقعیت به این مخرجی هم حق نداره کسی بگه. دقیقاً میگم مثل کتاب 1984. خیلی ممنون، متشکرم. تشکر جناب احمدی خواه. بله واقعا درسته، میگم که انقدر فضای امنیتی وحشتناکیه که حتی در مورد فقر یک الان واقعا یک
محرز توی جامعه کسی جرأت حرف زدن نداره و به قولن اگه یه آدم معروف که بگه که دیگه سریع فقط یا ممنوع تصویر میشن. الان هنرمندایی هم که گرفتن، آقای رسولوف و اسم یکی دیگه شون یادم نیست که گرفتن، یعنی اصلا کسی جرأت حرف زدن نداره. به همه میگن، میگن که یا با ما باید موافقت کنید، هر چیزی ما میگیم شما تایید کنید، یا جاتون زندانه. و همین آقای منیری، من در مایک رو برای شما آزاد میکنم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. مرسی، صدای بنده رو که اوکی دارید. سلام مجدد دارم خدمت همه دوستان. بعد من خیلی بحثای متفاوتی شد، من از آخر شروع میکنم. یکی صحبت خانم رهایی راجع به اون 10 نفری که بابت اون مراسم اسکیتبورد بازداشت شدن. دقیقا خود حکومت جمهوری اسلامی برخورد قهرآمیزش رو خودش میاد بولد میکنه، چون دقیقا میاد عبارت بازداشت شدن رو به کار میبرن، یعنی اینکه انگار اون شخص یک جرم واقعا وحشتناکی رو مرتکب شده، در حالی که حالا اگر دوستان کلیپو دیده باشن واقعا یه سری نوجوانن، یه سری زیر 15 سالن همه، و این کلمه بازداشت شدن صرفا حالا برای ایجاد رعب و وحشت و همون ایجاد ایدئولوژی هست. خیلی از صحبت‌ها راجع به جمهوری اسلامی میشه، اما من همیشه میگم جمهوری اسلامی دیگه معلوم الحاله، دیگه واقعا همه میدونیم چه رویه‌ای رو پیش گرفته. بیایم سراغ مردم، یه مقدار برگردیم سمت مردم. من حالا چون راجع به حق پرورش داشتیم صحبت میکردیم، من بعدم نیومد راجع به کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست هم یه اشاره‌ای بکنم که حق پرورش داشتن. یه مطلب یاد داشتم میخوندم، اون هم این بود که 94% خانواده هایی که میخوان کودکان رو به فرزند خواندگی قبول بکنن، کودکان زیر 2 سال میخوان. خب و حالا 94% زیر 2 سال و 76% زیر 5 سال. این دیگه یه مقدار کم لطفی خود مردم ایرانه. کودک کودکه، باید به هر حال، حالا یه مقدار درسته اونها دوست دارن کودکان بر اساس اون فرهنگ و طرز فکر خودشون بزرگ بشن، اما خب به هر حال کودکان اون لوح سفید هستن که بشه حتی سنهای بالاتر از 5 سال 10 سال اون تأثیرات مثبت رو گذاشت. و متاسفانه عرض کردم این فرهنگ، این موضوع متاسفانه هنوز بین مردم ایران هست. عرض کردم من اصلا دیگه واقعا دیگه کاری راجع به جمهوری اسلامی ندارم، چون اون هیچ چیزی برای گفتن راجبش نداریم و وظیفه ما هم در واقع آگاهی رسانی به خود مردم ایرانه، نه به جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی چیزی تو گوشش نمیره. اما مردم بیان دیدشون رو عوض بکنن، اون کودکانی که حق پرورش دارن رو، حالا یه مقدار شرایطی که خودشون مد نظرشونه رو یه مقدار آسان‌تر بکنن. دقیقا توی همون گزارش نوشته شده بود نزدیک به 90 بیش از 90% کودکانی که تحت پوشش بهزیستی هستن تحت این شرایط نیستن، یعنی واجد این شرایط خانواده هایی که میخوان به فرزند خوندگی قبول بکنن. تازه حالا این راجع به بهزیستی داریم صحبت میکنیم که بهزیستی شاید واقعا 20-30% کودکان کامل، کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست رو تحت پوشش قرار بده. بیان یه خورده سخت نگیرن و این کودکان رو، حالا اگر میخواین واقعا، اگر مد نظرتونه که یه مقدار کودکان رو به سرپرستی قبول کنید، قبول کنید. این بچه های سن های بالاتر انقدر سخت نگیرید. عرض کردم دارم میگم، باز هم این مخاطب من خود خانواده های ایرانیه. مرسی بابت وقتی که به بنده زدید. تشکر آقای منیری عزیز، ممنون از نقطه نظراتی که ارائه دادین، ممنون که در بحث شرکت کردین. بله واقعا درسته، حالا جمهوری اسلامی به قولن معلوم الحاله و همه میدونیم که اصلا هیچ چیزی توی گوششون نمیره، اصلا نمیشنون که بخواد چیزی توی گوششون بره یا نره، ولی دقیقا مردم هن که حالا با همکاری، همیاری، همدلی و اتحاد، حالا اینم یه نوع اتحاد و همدلی میتونه باشه که کودکی که حالا
بی سرپرسته و یا حتی بد سرپرسته، حالا توی هر سن و سالی به نظر من یه وظیفه انسان دوستانه است که بخواد هر کسی کمک کنه و به سرپرستی حالا کاری به سن و سالش نباید باشه. ممنون، مرسی از نقطه نظراتی که ارائه دادین. خانم شاستوانی عزیز، من مایک رو بر شما آزاد میکنم، بفرمایید. اشاره شد حالا دوست عزیزمون به کودکان بد سرپرست، ولی فراموش نکنیم که برای اینکه یک کودک رو به سرپرستی بگیرن بازم برمیگرده به وضعیت اقتصادی. یعنی واقعا الان خود خانواده ها از پس بچه های خودشون بر نمیان، خیلی شرایط واقعا وحشتناکه. مثلا نمیشه مقایسه کرد با مثلا 4 سال پیش، وحشتناک خانواده ها فقیر شدن. و یه دوست عزیز دیگه مقایسه کردن حالا این دولت ما رو با دولت های دیکتاتوری دیگه. این نظر شخصی منه، واقعا دولت جمهوری اسلامی ایران رو اصلا نمیشه با هیچ دولت دیکتاتوری دیگه مقایسه کرد. حداقلش اونه که اونا به کشور خودشون بیشتر اهمیت میدن تا یک کشور دیگه، ولی ما حتی این رو هم در ایران نداریم. آزادی هایی که در ایران نقض میشه، من فکر نمی کنم هیچ جای دنیای همچین موردی باشه که به اسم اسلام، به اسم دین، اینقدر جامعه رو تحت فشار و رنج قرار بدن. نه تنها در حالا زمین های دیگه، الان دیگه فقر اقتصادی هم اضافه شده واقعا به مشکلات عدیده مردم. از نظر شخصی من واقعا این دولت رو نمیشه با هیچ دولت مقایسه کرد. ممنون. تشکر بانو شاستوانی عزیز، ممنون از اینکه در بحث شرکت کردید. بله واقعا متاسفانه ما یه حکومتی داریم که البته اینم من حالا توی این تحقیقی که داشتم برای این بحث آزاد میکردم، یه برای خودم جالب بود اینو که خوندم که تقریبا حالا ازش به عنوان پروژه شروع فقیرسازی ایران، حالا یه عده فعالین سیاسی که حالا زندانیان سیاسی قدیمی بودن نام برده بودن و این خیلی برام جالب شد و خودم دوست داشتم که بیشتر در موردش بخونم و یک بار در موردش سخنرانی داشته باشم. این بود که این پروژه فقیرسازی که حالا فقیرسازی ایران ازش نام برده بودن از سال 66 کلید خورده که اگه اشتباه نکنم با آقای ولایتی، و به خاطر این پروژه غنی‌سازی اورانیوم رو از اون زمان که ایران شروع کرده بود و از طریق هواپیما از پاکستان به ایران آوردن، در یعنی این غنی‌سازی اورانیوم رو اینها از سال 66 شروع کردن، ولی تا سال 82 توی سکوت کامل خبری بوده که بعد از اون شروع کردن که آره انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و اینو بیان کردن و سر زبون ها انداختن که مردم این رو حق خودشون بدونن. و در واقع یه صحبت خیلی کامل و جامع و خیلی جالب بود برای من که این پروژه فقیرسازی رو اینا از سال 66 کلیپ زدن و که شروع کنن به غنی‌سازی اورانیوم. و خب حالا دیگه تبعاتی هم که برای ایران داشت، انزوای ایران و مردمش بود، تحریمایی بود که انجام شد، تنشی که بود که توی روابط بین ایران و کشورهای دیگه بود، و تحریمای اقتصادی، و این بود که گسترش فقر در جامعه. چون حالا خودمون میدونیم که ایران یک کشوریه که از نظر منابع گازی و نفتی واقعا غنیه، و خب وقتی که خرید و فروشی نتونه با جهان داشته باشه که 100% مقصرش هم این سردمداران رژیم هستن به خاطر منافعی که دارن و حالا
از این نمیدونم غنی‌سازی و این اورانیوم و این اتمی که توی ذهنشون هست و فقط و فقط به این فکر میکنن و مردم این خیالشون، یعنی در حقیقت منافع خودشون دارن فکر میکنن، از اون زمان این پروژه کلید خورده و هر کاری حاضرن بکنن که به اون هدفشون برسن و حالا اگه حتی کل ایران نابود بشه، مردم فقیر بشن، مردم از ایران برن، خودشون علنن که میگن میخوان بمونین، دوست ندارین، برین، جمع کنید، برید دیگه. حرفیه که فقط همینو میزنن. آقای منیری، من مایک رو برای شما باز میکنم، بفرمایید. ممنونم. حالا من یه اشاره دیگه هم داشته باشم روی بحث رشد جمعیت توی ایران. یه مقاله حالا این اواخر توی نشریه من دادم بیرون، یه تحقیق بود، یه تحقیق کوتاهی داشتم راجع به مسئله، داشتم رشد جمعیت رو توی ایران مقایسه میکردم. اعدادی که توی شما توی ویکی‌پدیا پیدا بکنید، 1.6%، 1.3% و این مقادیره. اما من رفتم توی خود توی سایت ثبت احوال، توی سایت ثبت احوال و بررسی کردم تعداد مرده ها رو از تعداد، یعنی تعداد موالید و از تعداد متوفیان کسر کردم، حالا تقسیم بر کل جمعیت کردم، 0.6% شد. یعنی اون اعدادی که حالا توی خود ویکی‌پدیا هم دیده میشه در واقع یه سری اعداد نه چندان قابل اعتمادیه. 0.6% میشد. از طرفی دوباره یه پروژه پژوهشی بود راجع به جمعیت ایران و اون هم این بود که میزان باروری، یکی از بحث‌های جمعیت بحث میزان باروری، اسمش هست میزان باروری، در واقع میزان باروری، اگر هر زن میزان باروریش 2 باشه در واقع اون جمعیت ثابت میشه. اما برای ایران 1.6 بود، یعنی 0.4 کمتر. در حال حاضر به خاطر جمعیت جوانی که ایران داره، باز در حال حاضر همچنان جمعیت مثبته، همون 0.6% که عرض کردم خدمتتون مثبته، یعنی جمعیت رو به افزایش. البته اگر بخوایم مهاجرت ها رو حساب بکنیم، مطمئنا این رشد جمعیت حتی ممکنه منفی بشه. اما حالا باز بر اون اساس، اما شما نمیتونی بر اساس رشد جمعیت فعلی، بر اساس موالید و متوفیان فعلی بخوای بگی خب اوکی الان رشد جمعیت در ایران در حال افزایشه. چرا که شما باید نگاه بکنید اون نسلی که الان در حال حاضر داره نسل بعدی رو به وجود میاره تا چقدر میتونه این کار ادامه بده. چند سال آینده خب نسل‌های بعدی میان و خب مطمئنا اونا تعدادشون کمتره. میزان باروری 1.6 بود و جالبه بدونید که حتی میانگین سنی ایران، خب حالا همه دوستان میدونن من عرض کردم راجع به جمعیت کوتاه صحبت بکنم، میانگین سنی ایران سال 10 سال پیش، سال 1390 27 سال بود و اگر نگاه هم بکنیم متوجه میشیم که این میانگین سنی یک مقدار میخوره به اون پیک جمعیتی ایران که اوایل، یعنی اواسط وسط های دهه 60 بود، اواسط دهه 60 بود، حالا مثلا از 63 تا 67 68 دقیقا اون اوج جنگ که یک پیک جمعیتی فوق العاده شدیدی صورت گرفت. دقیقا اون موقع، حالا من عرض می‌کنم سال 1390 میانگین سنی 27 سال بود، 1400 دارم میگم یه چیز پژوهشی که خوندم 33 سال بود. این اتفاق، این که توی 5 سال میانگین سنی یک جمعیت 5 سال پیر بشه، توی کشورهای دیگه قرن طول می‌کشه، یعنی توی قرن‌ها اتفاق میفته، به این راحتی ها اتفاق نمیفته. اما توی ایران توی 10 سال اتفاق افتاد، یعنی انگار اون پیک جمعیتی مستقیم همونا اومدن توی 10 سال بعدش، انگار قبلش، انگار بعدش هیچ
موالید اونچنانی اتفاق نیفتاد و شدیداً ایران طی 3-4 سال آینده رشد جمعیتیش منفی میشه و شدیداً دچار مشکل خواهد شد. متاسفانه این زمانی که باید از جمعیت ایران استفاده میکردن، از این نیروی جوان دهه 60 استفاده میکردن، استفاده نکردن، تباه شد و الان همه اون دهه 60 قرار برن بازنشسته بشن و خب دهه 70 و 80 و 90 که دیگه اصلا نمیتونن بار بازنشستگی این نسل‌های قبل‌ترشون رو به دوش بکشن. در هر صورت من فقط میخوام اینو بگم، خیلی وضعیت افتضاح‌تر از این حرفاست که فقط اعداد و ارقام رو ببینیم. یعنی آینده رو بخوام یه مقدار ریاضیوار پیش بینی بکنیم، متاسفانه یه فاجعه در پیشه. مرسی بابت وقتی که به بنده دادید. تشکر از شما به خاطر اطلاعاتی که به ما دادین، ممنون، مرسی، خیلی لطف کردین. خانم شاستوانی هم دستشون بالا هست، بفرمایید خانم شاستوانی، مایک در اختیارتون هست. ممنون آقای منیری، اتفاقا همینه، اون عددی که شما گفتید که توی ویکی‌پدیا بوده 1.6، اون قدیمی تره، این جدیده همین که فرمودید 16، این نشون از روند منحنی میده که چقدر نزولیه رشد جمعیت و ما 20 سال آینده پیرترین جمعیت جهان رو خواهیم داشت. این خیلی وحشتناکه، یعنی نشون میده که چقدر رشد جمعیت سیر نزولی داره و این اتفاق با یه پیام حالا رهبری که گفته رشد جمعیت قطعا اتفاق نخواهد افتاد. برای رشد جمعیت بسیاری زمینه باید فراهم بشه که یکی از اصلی ترینش رفاه اقتصادیه که بدون توجه به زیر ساختها و اون چیزی که باید زمینه ساز باشه میان بگن جمعیت رو همینجوری توتیبار بگن که زیاد کنید. با چی؟ با چه امکاناتی؟ متاسفانه. ممنونم از آماری که دادید. تشکر خانم شاه. آقای منیری بفرمایید، مایک در اختیارتون هست. مرسی. اتفاقا من میخواستم بگم که موقعیت ایران یه مقدار متفاوته. مردم ایران اطلاعاتشون اصلا قابل مقایسه با اقتصادشون نیست. یعنی حالا خانواده های ایرانی برای فرزندانشون خیلی شرایط بهتری رو انتظار دارن که توی این شرایط اقتصادی نمیتونن فراهم بکنن و خود به خود ازش دور میشن. متاسفانه، حالا نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، بیشترین رشد جمعیت توی سیستان و بلوچستانه، توی استان سیستان و بلوچستان. از اون طرف کمترین آگاهی و اطلاعات مردم هم توی استان سیستان و بلوچستان. خب و حالا قسمت جالب ترش، باز فقیرترین استان هم استان سیستان و بلوچستانه. خب اگر مثلا یک شهروندای شهرهای مرکزی رو بخوایم در نظر بگیریم، به هیچ عنوان حاضر نیستن فرزندانشون رو توی اون شرایط بزرگ بکنن و خود به خود مردم اون انگیزشون رو از دست میدن. دقیقا این بحث نزولی بودن دو تا جنبه داره، یکی مسائل اقتصادی، یکی هم خود آگاهی مردم. یعنی درسته من عرض کردم سیستان و بلوچستان با این که فقیرترین استانه، اما باز رشد جمعیتش بیشترینه توی استانهای ایران. اما خب واقعا حالا من خودم اونجا خدمت کردم توی استان سیستان و بلوچستان، واقعا توی خیابونا فقط بچه میدیدیم. بعد این که میگم واقعا تو کوچه بزرگ شدن، واقعا تو کوچه بزرگ شدن. یعنی بندگون خدا هیچ چیزی نداشتن، هیچ امکاناتی نداشتن، هیچ امکاناتی، و فقط میدیدی که توی خیابون راه میرفتی، میدیدی که آره بچه ها توی کوچه، حالا توی چه شرایط افتضاحی، واقعا توی شرایط بدی، همچنان بزرگ میشن، تعداد خیلی زیاد. اما خب عرض کردم مردم ایران اطلاعاتشون افزایش پیدا کرده، اما اقتصادشون متاسفانه افزایش پیدا نکرده و این دقیقا این سیر نزولی شدید و واقعا خیلی با شیب فوق‌العاده زیاد رشد جمعیت رو باعث شده. مرسی، ممنون. تشکر جناب منیری عزیز، مرسی. و بله واقعا همینطور هم هست و متاسفانه حالا توی اخبار و مطالعاتی که خودمونم داریم، متاسفانه آمار مرگ و میر کودکان توی مناطق سیستان و بلوچستان هم به خاطر حالا
شرایط نامساعد بالا هست، حالا توی تالاب‌ها، توی این اسمشونو من یادم رفته، این برای آب که میرن غرق میشن، خب شرایط هم واقعا نامساعده، ولی آقای احمدی خواه دست شما بالا بود، اگه میخوان صحبت کنید من مایک رو براتون باز کنم. خیلی کوتاه بگم در رابطه با این بحثی که امروز هست، یه خبر داشتم میخوندم خیلی خنده‌دار و قابل بحثه، اومدن ادبیات فارسی رو از کنکور حذف کردن، ولی زبان عربی و انگلیسی هست، اونم معدود کشورن که خیلی جالبه، ادبیات زبان رسمی کشور رو حذف کنن ولی عربی و انگلیسی رو میذارن. گفتم خب خیلی مرتبطه با بحث و امروز، گفتم بگم بچه ها در جریان باشن. متشکرم. تشکر، مرسی جناب احمدی خواه. بعید نیست کم کم اینا به خاطر ایدئولوژی که دارن، حالا مذهبیه و دوست دارن فقط بچه ها عربی رو به خاطر یادگیری قرآن، این بعید نیست که کم کم زبان رسمی کشورم عربی اعلام کنن. از اینا هیچ چیزی بعید نیست. حالا این که اخبارش رو شما الان اعلام کردید، این کم کم فکر کنم شروعش از کنکور شروع میکنن و کم کم اعلام میکنن اگه کسی تو خیابون فارسی حرف زد اعدام، کم کم همه باید عربی صحبت کنن. عجیبه. حالا خوب بوده که هنوز انگلیسی رو کامل حذف نکردن، یه امیدی باز هست. تشکر، مرسی از شما. دوستان اگه نظری یا صحبتی نیست که بحثو یه جمع‌بندی داشته باشیم و دوستان و همکارانم خسته هستن که جلسه رو تموم کنیم. اگه کسی میخواد صحبت کنه دستشو بالا کنه، من مایک رو براش آزاد کنم. خب حالا جمع‌بندی، حالا نکته زیاد بود ولی خب چون همه خسته هستن یه جمع‌بندی کلی میکنیم که واقعا حالا به خاطر روز جهانی جمعیت که بود و ایران رو اگه بخوایم از نظر برابری جنسیتی هم که حالا توی این مورد اشاره شده بود، متاسفانه بین 156 کشوری که بررسی کرده بودن شرایطش رو، رتبه 150 رو آورده بود. البته خب باز آمار و ارقامی که خود ایران ارائه میده و حالا به سازمان ها، این باز هم واقعا آمار درستی نیست و هممون میدونیم که ایران از نظر برابری جنسیتی توی چه شیوه و چه رده‌ای قرار داره و قانون‌ها، یکی همین قانون جوانی جمعیت رو که یه قانون غیر کارشناسانه هست و انقلابی به قول خودشون فقط ابلاغ کردن و تصویب کردن و اجرا کردن و توی خصوصی ترین هیته زندگی مردم که اتاق خوابشون هستن وارد شدن، واقعا قانونایی که تصویب میکنن و اجرا میکنن همگی منافع حقوق بشره و همچنین ناقض حقوق مردم، زنان، چه در زمینه سلامت جنسی، باروری، منافع خانواده ها، سلامت و جان زنان ایرانی و همچنین مردان رو هم واقعا داره به خطر میندازه. خسته نباشید میگم به همه دوستان و تشکر میکنم از تمام همکاران و دوستانی که توی جلسه ما شرکت کردن و در بحث آزاد حضور داشتن و تمام مهمانان عزیزی که در جمع ما حضور داشتن. جلسه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران رو رأس ساعت 20:58 دقیقه به وقت اروپای مرکزی در تاریخ 9 جولای 2022 تمام شده اعلام میکنیم و از منشی جلسه، آدمین ها و عوامل ضبط و تدوین